به نام خدا خیلی ممنون که وقت گذاشتین اومدید این بیستمین برنامه این گفتگوهای از چهارشنبه است که ما برگزار میکنیم این گفته از چهارشنبه در واقع ایدش از یک دوره همی خیلی کوچیک شروع شد و بعد یک جمعی بود در دانشوهای لندن که کنار هم جمع میشدن و یک جور کلوکیوم تور بود که آدم هایی که هایی که انجام دادن ایرانیان یا درباره ایران میومدن و پراجه ها رو ارائه میدادن و بعدتر در ایام کرونا هم ما تلاش کردیم که ادامه بدیم رو به صورت آنلاین چون یه سالگیش گذشت و ما یادمون رفت کلا بگیم که یه سالش شدیم برنامه هم گفتم که توی این، قبل این از صحبت داروش فرصت رو قریمت بشمارم هم تشکر کنم از اونایی که کمک کردن و هم اگر احیانا دوستانی که هم امروز هستن هم بعدا این رو میشنوند اگر احیانا کسی رو فکر میکنن خوبه که ما دعوت بکنیم در برنامه یا کاری یا کمک که دستشون برمیاد برای برگزاری برنامه حتما پیام بدن به ما خیلی خوشحال میشیم آقای دکتر داریوش محمد پور خیلی احتیاج معرفی چون منی قطعا نداره اه، ایشون پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات اسماعیلیه رفاقت ما هم مدت ها پیش از این برمیگرده و امروز منت گذاشته سر ما و اومده و قراره که در, در واقع با عنوان قیامت باطنی روایت های عارفان مسلمان صحبت بکنه فایل پریزنتیشن داریوش هم همزمان توی کانال تلگرامی ما همین الان من آپلود کردم اگر احیانا کسی میخواد همزمان اون پاورپوینت رو جای دیگه ای دنبال بکنه اونجا هم بهش دسترسی داره توضیحات مقدماتی اولی هم که فکر میکنم روشن دیگه لطفا میکروفون ها رو خاموش کنید و اینکه گفتگوی داروش تقریبا یک ساعت طول میکشه آخرش احیانا اگر که سوالی بود و نکته ای بود میتونید من به،, به نوبت در واقع در همین قسمت پیام ها بنویسید یا همون گزینه رئیس هند رو توی این چیز بزنید تا در واقع سوال ها رو از داروش بپرسیم داروش به قول انگلیسی ها فلور مال شما هست در خدمت هست خیلی ممنونم دست درد نکن رسیم جان من خوش میگم خیلی تشکر میکنم از اینکه دعوت کردین در خدمت دوستان باشم فکر میکنم الان من اگر این سلایت ها رو شیر کنم ببینم شما میتونید صفحه من رو ببینید همگی یا نه Uh, خب این اسلایت های من قاعدتا باید دیده بشه الان یه می بینید صفحه ای منو بله بله خیلی خب uh, عنوان موضوع رو که دارید فکر میکنم خلاصه مطالبی که من قرار خدمتون ارز کنم رو هم در قبلا پیشتر در صفحه تلگرام و جای مختلف دیدید ما وقتی در قیامت باطنی حرف میزنیم نکته ای که خیلی راحت ممکنه به ذهن مخاطب عام بیاد اینه که خب در این روز قیامت و آخرت و تمام اون اوصافی که علال خصوص تو فضاهای خیلی سنتی تر و ظاهری تر یا فضای خیلی معلوف و آشنای فضاهای مسلمونی به ذهن مردم در به قیامت میاد به ذهن ما میاد که دنیا به آخر میرسه نمیدونم خورشید تیره میشه زمین از بین میره و این فضایی به تعبیری اپوکلیپتیک که آخر و زمانیه به ذهن اینها میاد این تصویرهای آخر و زمانی با پیشینه تاریخی مسلمانان مختلف چندان سازگاری نداره نه به این معنایی که ما روایت های آخر زمانی نداریم وجود نداره خیلی هم قویه خیلی هم قرص محکم به هم بین مسلمان ها هم بین غیر مسلمان ها ولی آنچه که من میخوام تو این جلسه برش تاکید کنم اینه که ما در میان بخش بزرگی از مسلمان ها و اینا شد من گفتم عارفان مسلمان ولی البته مرادم خیلی بزرگتر از عارفان مسلمان معنی چون در خلال بحث در ابتدای بس, بس متوجه خواهید شد که من همچنین به فیلسوفان اشاره خواهم کرد در این اسلاید اولی که من آوردم توضیح دادم که وقتی من از قیامت حرف میزنم قیامت رو به معنای یک فضایی برای کمال میگیرم به همین معنی رسمی گذاشتم قبله کمال از کجا ناشی میشه قیامت من اینجا در این موضوع حالا بیشترم در بارش حرف خواهم زد در تقابل با یا در برابر با یا در کنار شریعت میگیرم به این معنایی که شریعت خودش موضوعیت نداره تعریفیت داره شریعت وسیله شریعت راهه هم. به همون معنی تعدل لفظی که ازش مراد میکنه شریعت قایت نیست هدف نیست نهایت نیست بعد میرسیم به مناسک شرعی که از دل شریعت مسلمانی در میاد و این ملاحظه من اینجا به این نکته اشاره داره که چی شده که در دوره های مختلف تاریخ مسلمان ها که این واقعا چیز تازهی هم نیست امر متأخری هم نیست واقعا از همون قرون اول بعد از وفات پیامبر این حساسیت بین ادهی از مسلمان ها به وجود آمد که صرف رعایت مناسک شرعی چیز زیادی به ما نمیده یعنی وقتایی کارکرد معکوس داره طرف قاضیه طرف فقیه طرف مجتهد طرف خیلی آدم متحجدیه خیلی مناسک شرعی رعایت میکنه ولی خیلی خلاصه اگه بگیم از پدر سوخته در این آدم های کره زمین یعنی خلاصه ماجرا اینه که مناسک شرعی کارکرد مع... معکوس داره نکته بعدی اینه که رستگاری اخروی انسان ها در گروه یا صرفا در گروه عمل به مناسک شرعی نیست که البته اینو خیلی دروش حرف زدن که این همون ماجرای تفاوت بین ایمان و تفاوت بین اسلامی که خب ایده از شما مکنه باش آشنا باشید نکته بعدی اینه که کمال شریعت در قیامت اونم قیامت باطنیه نه ضرورتا اون قیامتی که آدما میمیرن بعد حساب کتاب پس میدن و مقولاتی که مربوط میشود به زندگی پس از مرگ مرگ مادی و بدون این قیامت باطنی تمام مناسک شهری میشن هجاب میشن راهزن طریق سلوک برای آدمیان حالا وقتی من دارم میگم سلوک لزوما به معنای صوفیانه نمیگم سلوک به یه معنای کلانتری از سلوک مد نظرم تجربه شخصی تجربه وجودی حالا شما میخواید به معنای پیشامدرن بگیریدش میخواید به معنای پسا مدرن بگیریدش مهم اینه که آدمی در درون خودش رشد میکنه بلوغ پیدا میکنه به این درجه از کمال معنوی و عقلانی میرسد بخش اول صحبت من به این نسبت و یا در واقع تعارض گاهی اوقات بین قیامت و معاد میکرد. ما یه دوگانه داریم اینجا در واقع قیامت که اولینش اینه که وقتی قیامت رو ما میگیم مراد معاده قیامت در مقایسه با مبدع و معاد در مقایسه با دنیا و آخرت که میشه اون اناوینی که شما مثلا در نوشته های ملا صدرا پیدا میکنید مثلا مبدع و معاد را یا آغاز انجام خواجه نصیر توسی که میگه در این دنیا شما چه زندگی میکنید در اون دنیا احوال آدمی چگونه خواهد یه قیامت دیگه ای داریم که به اون کمال است که من در ابتدای صحبت بهش اشاره کردم که در دوگانه شریعت و قیامت خودشو نشون میده این نگاه به مبدع معاد و معاد مهمترین بحثی که بین مسلمان ها در شاید دو سه قرن اول اسلام به وجود آورد در بحث سر معاد جسمانی و معاد روحانی بود اینجا من دوباره میخوام تأکید کنم که محتوای صحبت من همچنان در دایره باورمندان به با اصول کلان مسلمانی است و اینجا ما یه نگاهی داریم که از قرون اولیه شکل گرفت که این نگاه به معاد جسمانی برای عدهای کاملا به معنای این بود که مسلمانی در گروه این است که شما اعتقاد داشته باشید معاد جسمانی و این ما تو بحث بسیار از فقیهان علال خصوص فقیهان اهل جدل به تعبیر اورینتالیستا یا به تعبیر ملال نلویسان اولیه میان مسلمانان ارتودکس این باور جاری بود که اگه شما قائل به معاد جسمانی یا بعث و حشر اجساد نیستید مسلمان نیستید مسلمانی یعنی که شما قبول کنید که قیامت نمیدونم حشر اجساد دقیقا همون جوریه که به صورت تحت و لفظی در قرآن آمده پس این ماجرای بحث بین قائلان و معاد جسمانی و معاد روانی یه بخشی از موضوعی که من نمیخوام زیاد روش تمرکز کنم ولی بهش اشاره خواهم کرد که از کجا میاد تفاوت در بین این دو گروه در این است که یه عده باور دارن به این که کال یعنی جسد آدمی معاد پیدا میکنه یعنی شما می میری, میری تو خاک دوباره همین جسد از خاک در میاد دوباره شکل میگیره بعد این نفس عودت میکنه به این کالبد بد یعنی بعد میگرده به این کالبد بد و دوباره مثل همین زندگی که اینجا داشتیم با این تفاوت که دیگه نمیبینیم که هزار یک مشکل عقلی و فلسفی ایجاد میکنه یا اونایی که قائل به معاد نفسن یعنی در واقع به قالب ادامه حیات نفس آدمی است نقطه عظیمت فلسفی اینها از جمله آدمهای مثل ابن این است که جسد آدم این کالبد تباهی پذیر فساد پذیر دوام نداره بقا نداره در مقابل او این نفس آدمی است که فساد ناپذیر بقا داره از بین نمیره بعد از مفارقت از تن همچنان ادامه حیات میده اتفاقی براش نمیفته این نقل قولی که من آوردم اینجا این اسلاید بعدی من نقل قولی از رساله عزهوی ابن سینا که این رساله مشهور است به اینی که یکی از باطنی ترین رساله های ابن سینا است این رساله است که عین الغزات احمدانی در نامه هاش و در تمهیداتش بهش اشاره میکنه خیلی با ستایش به این رساله ابن سینا اشاره میکنه مختصر و مجمل این رساله این است که ابن سینا در این رساله استدلال میکند که معاد جسمانی دور از عقل خردمندانه نیست و عقیده باطلی است و این نفس آدمی است که بقا دارد و آدمی در روز در آخرت به صورت جسمانی محشور نخواهد شد که البته یه روایت کمابیش کم معتدل تدی از این رو ما در روایت حتی ملا صدرا میبینیم به رغم اینکه که ادعای قائلا به این که ملا صدرا هم قائل به معاد جسمانی است که من واقعا نمیخوام وارد جز جزئیات بشم ولی این بند رو من برای شما میخونم از رساله عضوی ابن سینا و ابن سینا اینجا در اولین در واقع توضیحی که میده درباره معاد میگوید که اونایی که قائل به معادن صحبت معاد جسمانی نیست تا اونایی که قائل به معادن از خردمندیشون که قائل به معادن جهانیان در حقیقت معاد به دو گروه کمترین گروهی و بازفسترین در خرد و کی معاد را منکرند و خردمندترین ایشان به معاد گرویدند به گروندگان دیگر باره چند قسمن گروهی برانند که معاد جز کالبد را نیست و اینها منکر نفسند و گروهی برانند که معاد جز نفس را نیست و بعضی برانند که معاد هم نفس را هم کالبد را هست و اینها که معاد جز کالبد را ندانند جماعتی اند از اهل جدل که از علوم حقیقی هیچ بهره ندارند که اینجا آشکارا به بخش زیادی از فقیهان میتازد پنداشتند که مردم همین کالبد است و حیات و مردمی دو عرزن در آن کالبد آفریده که بعد استدلال میکنه دیگه مفصل درباره این بحث میکنه که موضع خودش رو چجوری بیان میکنه اینی که من میخواستم در ابتدا بیارم ناظر به این نکته بود که توجه داشته باشیم که در موضوعی که الان میخوام در صحبت کنم نمیخوام برگردم به اینی که استدلال های فلسفی در دفاع از معاد روحانی یا معاد جسمانی چگونه خواهد بود علل اصول فلاسفه به طور کلی مدافع حشر اجساد به این شکلی که من عرض میکنم نبودن ابن سینا نمونه خیلی برجستش البته من این رو اینجا اشاره کنم که ابن سینا شاید چه بسایی که دلایلی که میل پیدا کرده به معاد روحانی یا در واقع تشکیک کردن یا رد معاد جسمانی به خاطر اینه که در این خانواده اسماعیلی مذهب متولد شده ولی خب البته خودش اسماعیلی نیست هیچ وقت خودش اسماعیلی نمیدونست و خودش قائل به کدوم از این مذاهب فقهی و مذاهب به تعبیری مسلمانی ظاهری ارائه نمیکرد خودش فیلسوف میدونست معنای دقیق کلمه این اعتقاد به معاد روحانی یا در واقع معاد نفسانی خیلی ریشه داره در این پرورش ابتدایی ابن سینا در خانواده اسماعیل بخش دوم صحبت من به قیامت در نسبت با کارکردها و وظایف انبیا مربوطه خاج نظیر توسی در رساله آغاز انجام که اصلا اسم رساله در واقع نشون میده که درباره معاد است و درباره قیامت است در همون فصلهای اولیه یکی از استدلال یکی از نکاتی که میگوید این است که پرداختن به قیامت و امور قیامت اصلا از حیطه وظایف انبیا و پیامبران خارج یعنی به ربطی نداره که قیامت چی میشه داره چی کار باید کرد یه پیغمبر وظیفش همین امور شرعی است همین امور اه، اه، شریعت حالا وقتی ما میگیم قیامت در معنای باطنی قیامت باطنی ما فراتر از این معاد جسمانی و روحانیه نکته بعد اینه که وقتی میگیم قیامت قیامت در تعبیر صوفیان در تعبیر بعضی از فلاسفه و در تعبیر باطنگرایان سر است یه سر است یک رازی است که حتی پیامبران اجازه اظهار ای این رو ندارن و نقل قول هم میکنن از قرآن دیگه این نقل قول است که پیغمبر نمیتونه این رو بیارد. حالا نقل قول اینجا میبینید از آغاز انجام توسی خاج نسیر توسی رساله آغاز انجام رو در زمان نوشت که در علموت بود بین اسماعیلیان بود و دعای و دعات اسماعیلی شناخته میشد شد نزدیکترین چهره علمی بود که به امام اسماعیلی وقت نزدیک بود و این رساله در واقع رساله است که چکیده و خلاصه عقاید تعویلی و باطنی اسماعیلیان است البته این رساله رو خیلی, خیلی, از خیلی از فیلسوفان و خیلی از متعلحان غیر اسماعیلی ازش استفاده کردن از جمله مولا صدرا و بعدها در تفکر فلسفی شیعه اسماعیلی هم خیلی پایگاه محکمی داشت تا حدودی به این دلیل که اعتقاد داشتن که خواجه نصیر کسی بعد از سقوط علمود از مذهب اسماعیلی بازگشت کرده و اظهار مذهب اسماعیلی کرده که ما واقعا نمیدونیم که درسته یا غلطه در هر حال فرقی به حال موضوع ما نمیگذاره چون مسئله همچنان به قوت خودش باقی است اینجا در رساله آغاز انجام که به زبان فارسی نوشته شده ما میتونیم دقیقا مشابهت های بین این رساله و بقیه رساله های اعتقادی و الهیاتی اسماعیلی دوره علموت پیدا کنیم از جمله در روزه تسلیم توسی و همچنین مشاورتهای با نوشته های شهرستانی که پیش از خاج نسیر توسی و در زمان حسن سباه زندگی میکرد این عبارات آغاز انجام توسیست است که توسی میگوید سر قیامت سری سر بزرگ است انبیاء را به کشفان اجازه ندادند چون انبیاء اصحاب شریعت اصحاب قیامت دیگران هند این انت قوم این منظر کسی که انذار میدهد پیغمبره کسی که هادی قوم است امام میگوی محمد به قرب قیامت مخصوص است انا و ساعتو که هاتین این از احادیث پیغمبر است که پیغمبر بهش گفتن که در قیامت حرف بزنه میگه من و قیامت مثل این دوتا انگشتیم که هاتین که من اندک جلوتر از اون بود این انگشت وسطی منم این انگشت اشاره صاحب قیامته یعنی پیغمبر اومده صاحب تنزیل اومده و بعد از او صاحب تعویل خواهد آمد که صاحب قیامت است و حالش با قیامت آن است که یسالونه که ان ساعت ایان مرسا فی ما انت من ذکرها الا رب منتها ها انما انت منذر من یخشاها. و کل این ماجرا که از پیغمبر میپرسن که این قیامت اوضاع چیه میگه اصلا تو کاری نیستی تو این ماجرا به تو ربطی نداره باش حرف تو تنها کاری که میکنی یه تذکری به مردم میدی یه انذاری میدی مسئول تحقق قیامت کسی دیگه است و این کاملا ریشه شیعی داره که شما به جایگاه پیغمبر و جایگاه وضع شریعت و به کمال رساندن شریعت ببینید و جایگاه امام شیعی رو جایگاه محقق کردن قیامت یعنی در واقع آشکار کردن باطن این شریعت یا به کمال رساندن این شریعت ببینید و بعد میگوید که قیامت روز ثواب است و شریعت روز عمل الیوم الیوم عمل بلا ثواب و غدا ثواب بلا عمل امروز شما عمل میکنید ثواب و عقابی در کار نیست فردا ثواب و عقاب به شما میدن ولی که عمل نمیکنید که در قیامت قرار نیست کاری انجام بدید و حساب کتاب بشید شما اونجا فقط باید حساب پس بدید برای کاری که قبلا کرد پیغمبران در روز قیامت گواهان باشند و آیه را نقل میکنه و جنابی که الله شهید شهیدن پیغمبر کاری نمیکنه و حتی پیغمبرم که میارن پیغمبر رو به عنوان شاهد میارن و قضیه بینهم این هم پیغمبر میگن تو بیا شهادت بده تا ما داوری کنیم بین این مردم و تمام اینا رو میگه و آخرش میگه که صاحب شریعت میگوید به قیامت ما ادری ما یف بی ولا بکن میگه تو من نمیدونم ما این شریعت من چه میکنن محمد ابن عبدالله میگه آقا من این شریعت رو آوردم این رو به کمال رسوندم فردا این شریعت رو ممکنه هر بلای سرش بیارم یعنی صاحب قیامت که در همین دنیا از ما میرسه تو بعد مرد نیست یه در همین عالم صاحب قیامت میاد یه کارایی با این شریعت میکنه که اصلا به من ربطی نداره من کاری نیستم اصلا رسیت اختیار من خارجه در روزه تسلیم که در واقع یه رساله اسماعیلی دیگر است نس... نسید تودین توسی میاد تفاوت شریعت و قیامت رو به این شکل بیان میکنه که این در واقع خیلی گره کشاست برای فهمی که ما میخوایم قیامت داشته باشیم در نسبت با آراء بقیه صوفیان خلاصش میکنم من دو... نمیخوام برای شما بخونم از نظر توسی وقتی میگیم شریعت دور شریعت دور شریعت یعنی زمانی که شما طاعت به شرط تعیین اوقات کنید یعنی برای زمان معین کنید یعنی به شما میگن آقا شما پنج و بعد در شبان روز نماز بخونید یه ماه در سال روزه بگیر در فلان وقت سال برو حج و اینش اسمش میذارن استقراق طاعات در اوقات یعنی به محض اینکه شما مقید به زمان و مکان کردی مناسک رو و آداب شرعی رو یعنی چی؟ دور در دور شریعت به سر میبرد. و اسم اینی میذاره دور سطر دور سطر به این معنا که معانی باطنی این تاعت رو که مقیده به زمان و مکان شده آشکار نکردن مستوره و این دور خاص پیغمبرانی یعنی پیغمبر است که اینجا میاد شریعت رو وضع میکند و شریعت رو حفظ میکند در برابر او دور قیامت چه دوره یه زمانی که شما این قید زمان و مکان رو برمیدارید دارید در آن وقت طاعت به رفع تعین اوقات فرمایند بعد اینجا دیگه شما دعوت با خدا و خدایی میکنید که دعوت با این مناسک شرعی نمی کنید به این معنی میگوید که این دوره ای که شما وقت رو در طاعت مستغرق میکنید جابجا میشه اینا دیگه یعنی شما دیگه نمیگی دو نوبت سه نوبت پنج نوبت ده نوبت پونزه نوبت عبادت کن یا مثلا یه ماه در سال روزه بگیر یا یه بار در سال برو حج یا به این شکل برو حج در فلان مکان برو حج به شما میگه شما اگه نماز خوندی 24 ساعت باید نماز بخونی در تمام اوقات باید نماز بخونی اگر روزه گرفتی فقط یه ماه در سال روزه نمیگیری در تمام سال روزه میگیری در تمام لحظات و ثانیه ها روزه میگیری پس شما میذاره دور کشف به اینکه معانی باطنی این شریعت رو آشکار کرده و این کار پیغمبر هم نیست پیغمبر اجازه ورود به این نداره این امام است که میاد این کارو میکنه خب حالا یه ای اومدن اینو حمله بر این کردن که به طور کلی نسبت به شیعیان و به طور, به طور خاص نسبت به اسماعیلیان که این بالاتر قرار دادن امام از پیامبر است که میبینیم فراوان که سنیای متعصب عمدتاً شیعیان رو متهم میکنن به قلوب و اینم یه این نمونه خیلی بارز این میدونن که میگن شما جایگاه امام رو انقدر بردید بالا که هر کار دلش خاص میتونه بکنه تعبیر فیلسوفان و تعبیر یه آدمی مثل توسی هست که اینا با هم فرق دارن اصلا این کار امام به کار پیغمبر فرق داره پیغمبر کار خودش میکنه و وارد این حوزه نمیشه امام کار خودش میکنه به معنی نفی هم دیگه نیست به معنی که دومی کمال اولیه دومی امتداد منطقی اولی این معنیش نیست که این برتر یا اون فروتره یعنی هر یه هر کدوم از اینا کار خودشونو میکنن یه نقل قولی داریم ما از شهرستانی در مجلس خارزم که این همین کتابی است که من تازگی تمام کردم و حدود دو ماه دیگه از چاپ میاد بیرون که در واقع پیش درآمد یا در واقع نقشه راه تفکر اسماعیلی در دوره علموت است ابسوالیان نظاری یعنی از ابتدا از زمان حسن صفار تا زمان سقوط علموت که البته تا حدود 200 سال بعد از سقوط علموت هم همچنان رد پای اندیشه شهرستانی آشکار در نوشته های بعدی اسماعیل در مجلس خارف یه تعبیری داریم که در واقع این اصطلاحات رو یه نوع نگاه شهرستانی متعلی که الان ما کما بیش میدونیم که بالاترین مقام رو در دعوت اسماعیلی در دوره علموت داشته وقتی می‌گیم دوره علموت بعد از حسن سر بلا هشتمین خلیفه فاطمی بعد از این که افتراق بین اسماعیلیان نزاری و مستعلوی آغاز میشه من سخ... موضوع سخن ما این دوره است شهرستانی ما ب... این تعابل شهرستانی خیلی دقیق و ظریف است در واقع موضوع صحبت ما رو خیلی جامع خلاصه کرده اینجا میگوید که عجب آکارا اگر در معرفت جهت گویی معرفت نه و اگر در طاعت جهت نگویی طاعت نه معرفت راه به جان دارد و جان نه در جهت نه جهت جوی طاعت ره به تن دارد و تن هم در جهت و هم, در هم جهت جوی تن جسمانی است جهت خواهد و جهتی معین تا تاعت درست آید وگرنه اهل قبلت نخواند جان روحانی است جهت نخواهد تا معرفت درست آید وگرنه اهل توحیدت نخواهد این دو حکم متضاد چون دانم این احکام بر تضاد چون رانم فاینما فا ما تو ولو فسم و چولله با و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره چون جمع کنم اگر به کل مکان نگوی خطا و اگر فی کل مکان گویی خطا و اگر در مکان معین گویی خطا, خطا اگر روی به مکانی معین نیاری خطا خب چند تا کار کرده تو این پاراگراف کوتاه شهرستانی اول از همه ما میگه که شما همین متن سنت رو که میخونید متن قرآن رو که میخونید توش تناقض پیدا میکنه میگه من به کدوم که از این دو تا آیه بچسبم از یه طرف میگه هر طرف که رو کنی رو خدا اونجاست از یه طرف میگه هر جا بودی رو تو به سمت قبله کن به سمت کعبه کن اینا رو چه جوری بخوام با هم جمع کنم بعد میاد یه تقابلی میذاره بین معرفت و بین طاعت این معرفت از منظر شهرستانی میشه همون قیامت و این طاعت میشه همون شریعت یعنی مناسک معرفت مال جانه تاعت مال تنه یعنی کاملا جسمانی است مناسکی است دیگه شما با روزه بگیری به سمت قبله وایسی خمراسی باد بشی جهت میخواد به سمت قبله باید وایسی میگه اگر این آدم ظاهریه که مربوط به تن انجام ندی میگن اهل قبله نیستی ولی اگر همین معرفت همین تجربه دین داره تو اگر مقید به جهت کردی اگر تو جهت معین در زمان مشخصی انجام دادی که بخواد فکر کنی معرفت اینجوری حاصل میشه اهل توحید نیستی میگه اهل توحید کسانی یعنی هستند که این عنصر زمان و مکان رو در میارند از دین ورزش شد نه معنی که این رایت نمی کنند به که اینقدر امتدادش میدن که همه ی وجوه و شعون زندگیشون رو شامل میشود تو خب بهتر خیلی تکلیف سختیست دیگه یعنی به طور عادی و به طور شهودی به هر آدمی بگن که آقا شما میتونید به جای مثلا چهار نوبت، پنی نوبت، سه نوبت نواز که پمپ و میخونید که سر هم اگه جمع بزنید ممکنه 20 دقیقه نیم ساعت هم نشه که شما انجام بدید اگه به شما بگن شما 24 ساعت همین جوری در حال عبادت باشید تماراستش رو بذارید کنار یعنی از از ذهنی و فکری در حضور کامل باشه خب نمیشه دیگه روزه هم همینجوره هیچ آدمی زادی نمیتونه از 24 ساعت شب و روز بگه آقا من تمام روز روزه میگیرم تمام سال روزه میگیرم پس ناگزیر باید این عبادت و این روزه گرفتن یا این حج رو یه معنای دیگری ازش استنباط کنید تا با این فهم از معرفت و روحانیت و توحید سازگار بیفته این در مجلس مکتوب خارزم شهرستانی است خب ما اینجا یه دوگانه داریم که تو این چارچوب بحث قیامت و باطنی مهم است اولش خب به طور بعدی همون شریعت و قیامتی که نسبتی با هم دارن بعد طاعت و معرفته که شهرستانی بهش اشاره میکنه ظاهر و باطن تنزیل و تعویل اینا دوگانه کلیدی سوفیانه و به طور خاص شی، شیعی و به طور خاصتر اسماعیلی است دنیا و آخرت خب کنار دستش میاد مکان و زمان در برابر لا مکان و لا زمان توی رساله آغاز انجام خاج نسیر توسی توضیح میده که وقتی وقت ما درباره شریعت صحبت میکنیم عالم شریعت صحبت میکنیم عالم شریعت یک سره مربوط به مکان و زمانه دنیا کارش با مکان و زمانه آخرت مکان و زمان نداره جایی است که لا مکان و لا زمانه یعنی شما زمانت کش میاد مکانت اصلا دیگه طول و عرض و ارتفاع نداره همه جا رو شامل میشه از یه طرف ما تکلیف داریم از یک طرف رفع امر و تکلیف که خیلی نکته مهمی است در بحث ما شما در عالم شریعت اگر باشی تکلیف داری یعنی باید این مناسک رو انجام بدی اگر اگر قرار باشه همه چیز نسبت به ظاهر باشه این دقیقاً کار فقیهانه کار بیانبرانه شما به محض اینکه وارد فضای قیامتی و این فضای تعویلی و باطنی شدید که جایی که به رفع تکلیف میرسی یعنی این تکالیف ساقط میشود که صوفیان اینو به طور خاص داشتند و خیلی رایج بوده بین بسیاری از صوفیان و همچنان هم هست از یه طرف ما جهت داریم از یه طرف بی جهتی. همین تعبیری که شهرستانی درباره طاعت و معرفت به کار میبره از یه طرف صورت داریم از یه طرف بی صورتی که در زبان مولوی شما اینو زیاد پیدا میکنید حالا میرسیم به این مناسک و شریعت که بعضی از اه, صوفیان این مناسک شرعی رو دام توحید میتونستن به معنایی که این رهزنی میکنه از شما دینداری شما مخدوش میشه با استقراق در این مناسک وقتی شما از مسلمانی صحبت میکنید این ارکان مسلمانی این مناسک به ایمان آدمی گره خوردن یعنی شما میخواید مؤمن باشید حالا خواهیم دید موقعی که به نقل قول ابیات صنایی میرسید شما اگه میخواید به ایمان برسید ناگزیر باید از این مسیر و معبر مناسک عبور کنید یعنی شما نمیتونید بگید آقا من مسلمونم من مؤمنم اصلا هیچ به هیت چیزی هم نمیخوام پای هیچ مناسکی را از چیزی, 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 چیزی میخوام خودم زندگی کنم به یه اسمی هم دارم برای کسانی که اینجوری زندگی میکنن دیگه هم فیلسوفان هم صوفیان هم اسماعیلیان اسمی که به آدم هایی که اینجوری میخواستن هر دنبیل به تعبیری زندگی کنن داده بودن اینه که اینا اهل یعنی هر دلشون میخواد زندگی میکنن نکته اصلی اینه که شما بخواید مسلمانی را به ورزید و به این ایمان برسید باید اهل مناسک باشید مناسک هم چیه؟ مناسک اصلا چیز تکراریه دیگه یعنی شما مرتب تو دو دوره های مختلف نماز میکنی روزه میگیری مثلا از مناسک مسلمانی که شب قدره دیگه شب قدر سالی یه بار در ماه رمضان اتفاق میفته نمیدونم یعنی حج یه بار در یه ماه خاصی اتفاق میفته در یه مکان خاصی و تکرار میشه وقتی میگیم تکرار همیشه نتیجه تکرار مناسک ملکه شدن و در واقع درونی شدن اینها نیست خیلی وقتا تکرار این مناسک نتیجه چی میشه روزمرگی نتیجهش میشه توهی شدن این مناسک از معنا یعنی شما اینقدر اینا رو تکرار میکنید که بعضی اون مدت یادت میره چرا داری این کارا رو میکنی؟ فراموش میکنی؟ و این مناسک اون وقت تبدیل میشن به ضد خودشون و دقیقا تو کانتکس این بحثه که ما نیاز داریم به اینه که از منظر قیامت باطنی به این نگاه کنیم چون این عبادت تبدیل میشه به عادت و ناگزیر باید این رو یعنی در واقع قوار عادت رو از چهره این عبادت بزودایی اینجاست که این عادت میشه آفت ایمان به جای این که عادت کردن به این مناسک به شما کمک کنه که مثلا طرف صبح بیدار میشه عبادت رو میکنه نمیدونم سر یه ساعتی غروب رو میخونه یعنی نمیدونم روزش رو میگیره کارا رو به تکرار انجام میده به جایی که این به ایمان شما بیافزاید رانزن میشه هزار یک نتیجه سو داره بهترین چیزایی که صوفیان ما و حتی عارفان ما و حتی غیر صوفیان این شناسایی کردن در اینه که این تبدیل به عجب میشه شما باورت میشه و با ریا میکنی با اینها بعد این عادت باعث میشه که تو توجهت از کاری که داری انجام میدی معطوف به صورتش بشه میگه آقا فرمش انجام بدم زارش درست انجام بدم یه رستیم ما به رستگاری رسیدیم بعد به جایی میرسیم که حقیقت این مناسه که در واقع به شما یاد میده که چجوری زندگی انسانی و اخلاقی داشته باشی از بین میره از نگاه شما دور میشه حالا چیکار باید بکنیم که این عبادت تبدیل به عادت صرف نشه که شما بتونی ازش عبور کنی و گیر نکنی فقط در این زواهر شرعی این نقل قولی که آوردم اینجا از تمهیدات این قضات همدانی است و توضیح میده دیگه اگر عبارت یه بار دیگه بخونید میبینید که این نگاهی که این قضات حمدانی داره به اون نگاهی که شهرستانی در اون نقل قول داره چقدر به هم نزدیکه و چقدر این رابطه بین جسمانیت مناسک شرعی مناسک شریعتی و روحانیت و معنویت در واقع عبادت باطنی معرفت باطنی رو خوب تصویر میکنه اما ای دوست اگر خواهی که اشکال تو تمام حل شود بدان که هر مذهب که هست آنگاه مقرر و ثابت باشد که قالب و بشریت بر جای باشد یعنی شما نمیتونی بدون عبور از این صورت از این مناسک بهش برسید که حکم خطاب و تکلیف و غالب است یعنی اگه به شما بکن نکن کجا معنی داره جایی که تن باشه جایی که زمان باشه جایی که مکان باشه جایی که مناسک باشه و مرد و بشریت در میان باشد اما کسی که قالب را بازگذاشته باشد و بشریت افکنده باشد و از خود بیرون آمده باشد تکلیف و حکم و خطاب برخیزد و حکم جان و دل قائم شود کفر و ایمان بر غالب تعلق دارد آن کس که تو بد غیر الارض او را کس شده باشد قلم امر و تکلیف از او برداشته شود این آیه تو بد غیر الارض آیه است که معمولا در اشاره به قیامت ذکر می شود که اونجا یه عالم قیامت عالم است که دیگه زمین دیگه این زمینی که ما میشناختیم نیست آسمان دیگه اون آسمانی که ما میشناختیم نیست کسی که این زمین رو به دیده دیگری ببیند این آسمان رو به دیده دیگری ببیند مخصوص این زمین مادی هم حتی نیست حتی همین زمین و همین آسمان رو هم تعویل میکردن دیگه قلم امر و تکلیف از او برداشته شد و بعد میگه لیس علل خرابه خراجان ویرانه خراج ندارد و احوال باطن در زیر تکلیف و امر و نهی نیاید نه خب ببینید این الگوزات همدانی ما است از یاد کردیم از ابن سینای صوفی از حاج نصیر توسی فیلسوف مشرب باطنی اسماعیلی در این کانتکس اسماعیلیش داریم یاد میکنیم از شهرستانی دایوداد اسماعیلی و از این الغزات صوفی سنی یاد کردیم در گفتم من بقیه که از رساله اوزاوی ابن سینا نقل قول میکردم که ابن سینا با رساله اوزاویش بر تمهیدات بر این اثر اثر گذاشته و این در تمهیداتش میگوید که اگر کسی مقایسه میکنه خیلی جالب است که با ابو سعید خیلی مقایسه میکنه ابن سینا رو و میگوید که اگر ابو سعید که خب صوفیستی که در واقع مقتضایان خود این روزات حساب میشه اگر ابو سعید اون چیزی که ابن سینا چشیده بود رو چشیده بود مثل ابن سینا متعون خلایق میشد و به خاطر همین نوشتن رساله اوزویه دیگه به خاطر که میدونیم که عمدتا کسانی که مشرب فیلسوفانه داشتن و معاد جسمانی رو منکر میشدن اتهام کفر و الهاد و بیدینی بهشون میزدن فقیهان بسطلا ارتودکس و, و این الغزا در واقع خیلی از این مزامین رو از ابن سینا گرفته و البته با اسماعیلیان هم داد ستدی داشته که از موضوع بحث ما خارجه خب چی کار میکردن این فیلسوفان ما و این صوفیان و این عارفان و این اسماعیلیان میومدن این ارکان شریعت رو تحویل میکردن معنای باطنی بهش میدادن به خاطر اینکه در واقع این قبار عادت رو از چهره اینها بشویند که چیز تکراری نشه که مردم بفهمن که ورای این نماز و روزه و این مناسک ظاهری شرعی یه معناییه که شما اگر آن معنا رو گم کنی در واقع اینگاه هیچ کار نکردی یعنی در واقع همه رو به باد دادی در نتیجه میرسیم به یه باطنگرایی تعویلی که میشه مش قیامتی اینها که اسم بردم یه فیلسوفان، صوفیان و اسماعیلیان که تو مناسک شرعی تعویل گران اینا رو خلط نکنین با تعویل در باره قرآن اون یه مقوله ای که در دل این میگنجد ولی مراد من بیش از صرف تعویل کلیس که در مای آیات قرآن به طور خاص تعویل کردن مناسک و ارکان شریعت است. که درباره نماز درباره روزه درباره حج و بقیه ارکان و شریعت مدعای این گروه آدم ها این بود که بدون معنای باطنی و حقیقیشون اینا میشن حجاب میشن راهزن در نشه شما باید همیشه با اعتماد داشته باشی به اون معانی باطنی اینها و خیلی از این صوفیان از همون قرون اول اسلام اینقدر افراط میکردن در راه این زبود این قبار عادت که فقطی رسما این مناسک رو ترک میکردن یعنی نماز نمیخون طرف رو. روزه نمیگرفت و خیلی ها رو چیز میکرد دیگه آشفته میکرد عل علال خصوص فقیهان رو چون هم میگفتن اینا مسلمان نیستن اینا اصلا بودن دین از شما بگیرن شما رو گمراه کنن و خب خیلی برخوردها خشن میشد تنش آمیز میشد و طبیعی بود که آدمایی مثل حلاج و سهروردی و این مقوضات به خاطر همین چیزا جونشون از دست میدادند مثال خیلی برجسته ای که از اون تکسچوال داریم یکی این روزه ای تسلیم خاجنسیر توسی است که مطلوب المؤمنین که مطلوب المؤمنین اصلا یه بخش داره کامل که تعویل هفت ارکان شریعت رو میاد بیان میکنه به خاطر اینکه شیعیان عمدتا ام، ارکان شریعت رو هفت رکن میدونن سن یا پنج رکن میدونن این حمدانی همدانی بخشی دارد در تمهیدات در کتاب تمهیداتش به عنوان تم، تعویل ارکان پنجگانه ای اسلام و بیش همون مزامینی که شما در مطلب المؤمنین توصی پیدا میکنید عینا در تمهیدات پیدا میشه درباره تعویل ارکان شریعت شما میبینید نسخه سنی دارید ازش نسخه شیعی داریم از این در واقع تعویل های باطنی که از ارکان شریعت ارائه میشه و البته من فراموش نکنم که آغاز انجام توسی هم که خیلی متن خلاصه و در واقع سنگین است و متن خیلی کوتاهی است یکی از بهترین نمونه های تعویل اسماعیلی است این کتاب رو فکر میکنم کنم 25 سال 30 سال پیش آقای جوادی آملی یه چاپی ازش آورد بیرون که تعلیقات داره تعلیقات خیلی مفصلی هم داره کتاب آقا انجامی که آقای جوادی آمولی در واقع چاپ کرده و نکته تعمل برانگیز اینه که در هواشی کتاب وقتی که آقای جوادی آمولی میخواد بندهای مختلف آقا زنجان رو توسیر شرح کنه ارجاعاتی که میده یکی به همین روزه تسلیمه که متن اسماعیلی حالا ادعی میگن روزه تسلیم تو ننوشته یکی دیگه نوشته از موضوع بحث ما خارج است آنچه که میخوام بگم اینه که محتوا به شکلی است که یکی مثل آقای جوادی آمولی برای که توضیح بده پاراگرافهای های مختلف آغاز انجام رو ارجاع میده به روزه تسلیم بخاطر اینکه به بین ها میده یه مسیر موازی بین ها و در کنار این ارجاع میده به نوشته های ملا صدرا البته ملا اونجوری که من میبینم و میدونم یه متعله شیعه اصناشری است که خب باطنگراست فیلسوف مشربه و البته به شدت هم تحت تاثیر حاج س... نسیری توسی است در خیلی از موارد البته اخوان و صفا که از بحث ما خارج است نقل قول بعدی که من میخوام بیارم از ابو سعید است که در جاهای مختلف در اسرار و توحید که در واقع شهر حال ابو سعید از در واقع نوه او در شرح حال او نقل شده که موارد متعددی نقل شده که ابو سعید ابوالخیر موقعی که با مناسک شرعی برخورد میکرد دقیقا همون کاری میکرد که فوقه ها رو براش می میکرد یعنی همون روی کرده در حد اینکه که اصلا آشکارا این نرم ها و هنجارهای های پذیرفته شده جماعت مسلمان متدین رو زیر سوال می این نقل قول رو از اول ببینید این نقل اولی که من میارم از ابو سعید شیخ ما گفت چون بنده در نماز باز نگرت خداوند سبحانه و تعالی گوید منگر به چه می نگری؟ من تو را بهتر از آنم به من نگرد چون بار دوم باز نگرت خداوند گوید من به چه می نگری؟ عزیزتر و بزرگوارتر از من چون بار سیم باز نگرت خداوند گوید شو بدان شو که بدان می نگری دانی که مرا یار چه گفته است امروز جز ما به کس اندر من نگرد دیده به دوز. خیلی راحت به مخاطبش میگه که آقا این نمازی که تو داری انجام میدی به جایی که تو رو مشغول به خدا بکنه تو رو مشغول به همین مناسک میکنه و یه حدیثی یه روایتی رو نقل کردن از صوفیان فکر کنم این در شرح و تعرف کلاوازی آمده و خیلی از صوفیان مختلف اینو نقل کردن و این صوفیان سنی هم که میگه که اگر شما اونس پیدا میکنید به عبادت به مناسک شرعی این انس به مناسک شرعی نشانه وحشت از خداست یعنی شما اگه به مناسک رو کردی اقبال کردی به, به دنتون شیرین میاد یعنی که از خدا روی گردانده اید به خاطر که اگر از خدا روی نمی گردوندی که دل این تاعت نمی شده. این تاعت وسیله است این که هدف نیست قرار از خود خداست یعنی شما باید بین نماز و بین مخاطب نماز انتخاب کنید این آشکاره اینا رو در تعارض با هم می دیدن. چرا به خاطر که به اطرافشون نگاه می کردن این همه آدمی که مشغول نماز خوندن اصلا هیچ کاری با خدا ندارن یکی از نقل های خیلی عجیبی که در اسرار توحید از ابو سعید آمده اینه یعنی که ابو سعید میگن یه جایی به یکی از این مغان به یکی از این گبرها برخورد کرد این گبرها خیلی عجیبی که گبران یه وقتایی در روایت ابو سعید اول خیلی با احترام و خیلی با محبت و خیلی با لطف با اینها برخورد میشه میگوید که این گبران به یکی از این موغان زرتشتی بند میخوره میگه که ببینم شما که این همه سال از زمان پیغمبر شما گذشته چیزی از اون پیامی که پیغمبر شما برای شما آورد باقی مونده چون ماها که داریم نگاه میکنی هیچی نمونده از اون چیزی که محمد به ما گفته بود خوب دقت کنید ببین این دین زرتوش خیلی قدیمی تر از دین محمده زمانی هم که ابو سعید اول خیر داره این حرفا رو میزنه قرن چهارم هجریه یعنی خیلی فاصله عجیب غریبی از زمان پیغمبر نداریم که بگیم حالا مثلا طالبان پیدا شده داعش پیدا شده طرف نگاه میکنه خب اگه مسلمان اینه من مسلمان نیستم تو اوج فعالیت عقلی فلسفی عرفانی متفکران مسلمان یکی مثل ابو سعید اول خیر میاد یقه این آدما میگیره میگه آقا از این دین هیچی نمونده مردم عادت کردن قناعت کردن به ظاهری از این دین داش خاصیتی براشون نداره گم کردن مخاطب نماز رو که خب اینا البته انتقاد اجتماعی دیگه چون نگاه میکنه به فقیران، میبینه یه سلطه یک نگاه ظاهرگرا به دین داریم که مردم معنای دین رو پاک گم کردن این حرف رو درباره حج هم میزنه میگوید شیخ ما گفت روزی بر سر جمع که خدای داند و این هفتاد سوگند است که هر کس را که خدا راه مکه فرا پیش اونهاد آن کس را از طریق حق خیلی چیز عجیبیه میگه اگه خدا برای شما یه امکاناتی فراهم کرد که شما بری حج حواست جمع باشی خدا داره چرا دور میکنه از خودش یعنی شما یه لغمه تو دهنت میذاره که دیگه سراغ من نیا برو مشغول همین زواهر باش اینو صوفیان بهش نگاه میکردن دیگه یه نقل قول دیگه ای از همین اسرار توحید باز ما داریم که این توی مقدمه هم چاپ اسرار توحید هم تو اون خلاصه ای آن سوی افسر آقای شفیعی که اکنون چاپ کردن آمده که البته خلاصه ای از همون مقدمه افسر تویید است میگوید پرسیدند پیران حج کردند و تو حج نکرده ای سبب چیست شیخ جواب داد این چه میگوی پیران سفر حجاز کردند و تو حج نکرده ای بس کاری نبود هزار فرسنگ برفتن و به زیر پای باز گذاردن تا خانه ای سنگین را زیارت کنی مرد آن بود که اینجا نشسته شواروزی چند بار بیت المعمور بر زور سر وی تواف کند بنگری تا ببینی بنگرستن هر که حاضر بود بدیدند که این البته قسمت جمله آخرش یه اقراقهای صوفیانه است تمام حرف ابو سعید این است که میگه آقا این که هنر نیست که شما این همه راه بری حالا تا در زمان ابو سعید صحبت میکنیم که طرف یه سفر حج میخواست برفت واقعا خود در یه جهادی بود تا از یه جایی توی ماورا و نه راه میافتادی تا برسی به مکه هزار بار ممکن بود کشته بشن مردم یا مالشون از دست بدن وسط راه بین برن هزاری این بلا سرشون میومد طرفی همه زحمتی میکشید میگه آقا این همه راه رفتی که خونه سنگی رو زیارت کنی و میگه هنر اینه که تو اینجا نشسته باشی خودت کعبه ما... هم نه و بیت المعمور بیاد بالا در سر تواف کنه چون میگن تصویر کعبه در واقع تصویر بیت المعمور است که در عالم ملکوت در عالم مادی نیست نقل قول بعدی من از این القضات همدانی است که کما بیش در واقع تکمیل همین نکاتی است که تا حالا خدمت شما عرض کردم میگه جوان نرد اعمال تو حکم از نیت تو گیرد تا تو را باعث بر عمل چیست و نیت تو در خور علم تو تواند بود اگر در علم و عمل تو همه لذات دنیوی و از لذات آخرت نام نشنیده ای پس هر نیت که از درون تو سر همه دنیا را بود و تو را خبر نه اگر نماز کنی یا روزه داری یا صدقه دهی باعث تو همه بر آن عادت هست هنری نیست که این کار رو انجام دی، عادت کردی بهش کار سختی هم نیست شما مثل که تمرین کنی عادت میکنی صبح زود از خواب بیدار میشی نماز میخونی روزه میگیری ماه هیچ اتفاقی هم برات نمیفته هیچ سختی هم بر تو نخواهد بود تمام این مناسک شهریه میشه انجام میدی آخرش هم میگی این لذت دنیوی داره برای شما نام داره شهرت داره اعتبار داره علل خصوص اگه شما در یک جامعه دینی در یک حکومت دینی زندگی میکنی قشنگ این کارنسیه میدونی پول اسکناس میشه خرجش کرد نماز خوندن رو روزه گرفتن دین داره شما میتونی خرج کنی موقعیت دنیوی پیدا کنی و صوفیان ما هزار سال پیش فهمیده بودن که این خطرناکترین چیزی است که میتونه در دینداری آدمیان رسوخ کنه و بعد نقل قول میکنه که مصطفا گفت بو و رفض العادات میگه من اصلا مبعوض شدن که شما از این عاداتتون رو برگردونید یا عادت بدی دارید هیچ فرقی نمیکنه شما چه جوری عادت بکنید به چی عادت میکنید این عادت شما رو بدبخت میکنه و اگر طلب لذات دائم تو را بر عمل میدارد این حب آخرت است هم لذات دنیوی دوست میداری اما این لذات فانی است و آن لذات دائم به دین سبب در طلب آن میگذری شما چرا مرتب این کار رو میکنی چون این لذت تموم میشه دیگه هر لذت دنیوی که داری از بین میره زمان داره به این لذت دنبال اینا میدوی که میخواید یه لذت طولانی تر پیدا کنی بعد به شما میگه آقا شما از این راه شریعت عبور میکنی تا به این حقیقت برسی و این لذت دائم رو پیدا کنید اون اگه بفهمی و گیر این دام عادت دوباره نیفتی اینجاست که از نظر یه آدم مثل این القزاتی که شما به یه معنای تعبیلی از زمین و آسمان میرسی این دگرگونی زمین و آسمان تبدل دلول غیر العرض اینجا خودشو نشون میده این نقل قول از زبرت الحقایق این القزات هست میگوید پیش از پیش از هر چیز بدان که روز آخرت از جنس این روزها نیست که با طلوع خورشید شناخته می شود زیرا خورشید در روز قیامت در هم پیچیده می شود و اینکه تعبیر از آن به روز آخرت شده است از تنگی عبارت است چاره نبوده دیگه بودم توضیح میداده شما همین روز و شب و نمیدونم خورشید و زمین و چیزا رو میفهمید به همین دلیلی که موقعی که به بهشت می میرسن میگن آقا خوردنی نمیدونم میوه نمیدونم آب شیر نمیدونم عسل شراب نمیدونم زنان زیبارو مردان زیبارو اینجوری براتون توصیف کردن بخاطر اینکه تنگی عبارت دیگه باید به زبانی حرف بزنید که مردم اینو بفهمند چنان که رسول از آن چنین تعبیر کرده است الا ان الزمان قد استدار که هیئت یوم خلق الله السماوات سماوات میگه این زمان مثل همین دوران این روزیه که خدا درش آسمان و زمین خلق کرده و بعد میگه که خداوند شما آسمان و زمین رو در شش روز خلق کرده خب این طبعا شش روز تحت لفظی نیست دیگه این همون چیزیست که یه آدمی مثل داکینز میره باش گریبان دینداران مسیحی ظاهرگرا رو میگیره و بهش اینا رو متهم میکنه به اینی که شما اه اه ظاهرگرا این شما با عقل و با دین و با با عقل و علم و این جور نسبتی ندارید و این لغزات بعد ادامه میده و تا زمانی که آسمان و زمین چیزی نشود غیر از آنچه اکنون هست محال است که سالک به روز قیامت برسد و این نکته خیلی ظریفی داره که اگر این جمله رو بذارید کنار خیلی از عباراتی که شما در آغاز انجام توسی پیدا میکنید گره ماجرا باز میشه وقتی میگویند آسمان و زمین چیزی نشود غیر از آنچه اکنون هست یعنی اینا زمین رو حمله بر این میکردن یا مثالی از شریعت میگرفتن آسمان رو مثالی از قیامت میگرفتن. یعنی تا زمانی که فهم شما از شریعت و از قیامت دیگرگون نشود شما اصلا به قیامت نمیرسید. یعنی تا زمانی که فکر میکنید قیامت یعنی که هم شما بمیرید جسد شما دوباره برانگیخته شود بعد دوباره این نفس شما بازگشت کند به جسد شما سواب بشید خواب بشید لذت جسمانی داشته باشید نمیدونم عذاب جسمانی داشته باشید شما این شریعت نمیفهمید این قیامت هم نمیفهمید فهمتون رو باید از قیامت و این شریعت دگرگون کنید به اون معنایی که تبدل الارض و غیر الارض تا برسید به این سلوک قیامتی خب من کما بیش به آخر صحبتم نزدیک شدم این عنوانی که من زیل این بخش آوردم عنوان یعنی در است که خیلی بین صوفیا رایجه و این در واقع نیم مصرع است از مصنوی گلشن راز شیخ محمود شبستری که میگوید از توحید اسقاط الاضافات خیلی از صوفیان بر این باور بودن که این آداب و مناسک شرعی چیزای دست و پاگیریه اینا اضافه است شما اگه میخواید به توحید برسید باید یواش یواش خودتون خلاص کنید از اینها و البته اینو خیلی ها تحت النفسی فهمیدن که فکر کردن آقا موحد یعنی کسی که کلا اصلا هیچ کدوم این کارا رو انجام نده که خب خیلی چیز خطرناکی بوده دیگه اولین خطرش این بوده که فقها اینا رو متهم به بدینی می‌کردن خطر بزرگترش هم با این بوده که شما بدون عبور از این ظاهر هیچ وقت به با معنای باطنی نمی‌رسید یعنی تو قدم اول فرو می‌مالید در ما دوگانه حقیقی داریم دوگانه کاذب داریم یه دوگانه شریعت و قیامت داریم یه دوگانه شریعت و اباحت داریم یعنی شما شریعتو میذاری کنار از شریعت عبور میکنی به قیامت میرسی یه کسی از شریعتو میذاری کنار ولی بله به قیامت نمیرسه در اباحت فرو میماند در رها کردن مناسک شرعی میرسه حالا تفاوت بین این قیامت و اباحت چیست میزان تشخیصش کجاست اینجاست که آدمی هوای دیگری هوای دوست رو در هوای خودش مقدم بدارد این بیت از سنایی است دیگه میگوید هر چه بینی جز هوا آن دین بود در جان نشان هر چه بینی جز خدا آن بت بود در هم شکل ما یه بیتی داریم در دیوان حافظ که میگوید گر خود بتی ببینی مشغول کار او شو هر قبله ای که بینی بهتر از خود پرستی میگه حتی البته توی نسخه دیوان نسخه ای که از حافظ آقای قنی قزوینی قنی و بقیه مصححان آوردن اون گر خود ببینید نیست این در تصحیح سایه است که اینجوری اومده و سایه در مقدمه توضیح داده که این آقای شفیعی کتکنی در واقع بهش پیشنهاد کرده که اینو میشه اینجوری در واقع آورد که گر خود بتی ببینی مشغول کار او شو هر قبله ای که بینی بهتر از خود پرستی میگه اصلا شما برو بوت پرست. بوت پرستی بهتر از اینه که شما خودت رو بپرستی همینی که شما مشغول دیگری بشی به این دلیل بود که صوفیان میگفتن عشق زمینی همچنان برای آدمی مهمه که شما همین که به خودت مشغول نباشی به خودت نپردازی مدام خودت نبینی نارسیسیست نشی رعنا نشی و هی خودت از خودت ستایش نکنی همین نقطه رهایی شماست خطرناک ترین چیزی که همراه آدمی است خود آدمی است که مرتب بهش دعوت میکنه تو خودت نگاه کن همه اعمال آدمی رو از جمله اعمال دیندارانش رو در چشمش آرایش میکنه و زینت میده دوباره من این یه بخشایی از این قصیده مشهور سنایی غزنبی رو نقل میکنم اول دیوان سنایی است قصیده از مقام اهل توید من بخشایش رو برای شما میخونم که در واقع کلید ترین این قصیده سنایی است که این نسبت قیامت شریعت رو به ما میگوید مکن در جسم و جان منزل این دقیقا همون معنایی که شهرستانی از طاعت و معرفت در نظرش بود اینجا خودش نشون میده مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا قدم زین هر دو بیرون نه نه اینجا باش و نه آنجا به هر چه از راه دور افتی چه کفران آن حرف و چه ایمان به هر چه از دوست و چه زشتان نقش و چه زیبا گواه رهروان باشد که سردش یابی از دوزخ نشان عاشقان باشد که خشکش یابی از دریا نبود از خاری آدم که خالی گشت از او جنت نبود از آجزی وامق که از را ماند از او از را سخن که از روی دین گویی چه ابرانی چه سوریانی مکان که از بحر حق جویی چه جابلغا چه جابل ساز راه دین توان آمد به صحرای نیازرنی به معنی کی رسد مردم گذر کرده در اسما اینه که یک کسی تو قرن چهارم هجری بیاد به ما بگه قرن پنجم هجری بیاد به ما میگه که سخن که از روی دین گویی چه ابرانی چه سوریانی اصلا خودش یه چیز در حد انقلابه که شما میگه آقا فکر نکنید که دینداری و مسلمانی یعنی اینکه شما برید همه چیز رو به عربی بخونید همه چیز رو از مخرج ادا کنید بعد همه فکر کنن به به چقدر در مسلمانی شما ایار مسلمانی شما چقدر خوبه تمام این قالبا رو میشکنه میگه اصلا مهم نیست شما عبری حرف میزنی یا سوریانی حرف میزنید مهم نیست به چه زبانی حرف میزنی. مهم نیست که اون مکانی که از برای خدا میجوی میگه چه جابلقا چه جابلسا میگه مکه مدینه چه کار داری شما برو یه جای بی جایی هر جای خاصی برو فقط از خودت بیا بیرون اهل نیاز باش حقیقت رو بجو دوست رو بجو بعد اون بهش میرسی شما یه وقتایی با حرف ایمان گمراه میشی یه وقتایی با حرف کف به راه میای و این قالب گذاشتن خیلی مهمه که شما بتونی این قالب رو بشکنی و ازش عبور کنی و این آگاهی رو صوفیان ما از همون اوائل قرون اولیه اسلام اینو داشتن این اون میاد دوباره نقل قولی میکنه از یعنی نقل قولی که من میکنم از تعمیدات از نام های این اینه که به شما میگه که شما نمازی دارید که نماز ابراهیمی است یا نماز دیگری دارید داره که نماز مناسکی است در این قاچه میشنوی فویل للمسلین الذين هم عن صلاتهم ساهون یه وای برای این این نمازگذارانی که سعف میکنن در نمازشون حالا ادهه که ریام میکنن میگه از مصطفی بشنو که گفت یعتی علا امتی زمانون یشتمعون فی المساجد و یسلون و لیس فی ما نه هم مسلم میگه زمانی میاد که این امت من تو مسجد ها جمع میشن نمازم میکنن یه دونه مسلمان بینشون نیست فکر کنید به این اونایی که میخوان مساجد انباشته از آدم باشن آیا فکر میکنن به معنای این نماز خوندن مردم میگه این نماز کنندگانی که شنیدی همین هایی که تو مساجد جمع میشن نماز میکنن یه دونه مسلمان بینشون نیست ما باشیم نماز آن باشد که ابراهیم خلیل طالب آن است که رب بجعلی مقیم از سلات و من ذریتی میگه این آدم بعد آخر عمرش موقعی که داره میمیره میگه خدای من مقیم سلات کن منو نماز گذار کن و فرزندان منو بعد سوال میکنه میگه شما فکر میکنه ابراهیم نماز نمیخون خب معلوم میخون اهل عبادت نبود معلوم بود اصلا بزرگتر از او کسی نیست نماز ابراهیمی یعنی که شما بتونی از این نماز قالب از این نماز تن از این نماز تاعتی که مقید زمان و مکان عبور کنی به این نماز معنوی که از زمان و مکان عبور میکنه این میشه نماز دائمی که ورای زمان و مکان است باش ای عزیز تا این حدیث که الانبیاء و سلون فی قبورهم تو را روی نماید خب اینا معنی باطنی داری. پیغمبر چجوری در قبرش نماز میکنه خمراست که نمیدونه بشه که طبیعی که معنای باطنی داره آنگاه بدانی که چرا سوت و دیکه سلاتو اینه که خروز قوقولی قوقو میکنه نمازه و ذکر اسم رب او فصلا همین معنا باشه شما یه ذکر اسم خدا که خودش میشه نماز و از برای خدا که این کلمه را گوش داد روزی شبلی برخواست تا نماز کند فبقی زمانا طویلا ثم صلا فلما فرق من صلاته قال یا ویلاه والله ان سلیتو تو و ان اس... ال... اصل یه خو... که اگه من نماز بخونم انکار کردم اگه نماز نخونم کافر شدم پنداری که شبلی از این جماعت نبود که الذین هم علی هم دائم این آدم دائم و سلات بود اصلا گیر قصه همین بود که میگن آقا تو که 24 ساعت بامایی اصلا نماز خوندن یعنی چی خودتو مسخره میکنی یا ما رو مسخره میکنی برای همینه که میگه این آدمی که اهل معرفت هستن این مقید بودن به این ظاهر براش مضحکه بعد البته اینا توضیح میدن که خب پیغمبرا چرا این کار میکردن امامها چرا این کارو میکردن میگه این به این دلیلی که مردم ضعف روحی دارن ضعف عقلی دارن آروم آروم باد اینو بهشون خوردشون داد تا یاد بگیرن فکر نکنن که آقا همینجوری زندگی کنیم درسته همه چیز جای خودشو پیدا میکنه و اینجاست که یه معنای خیلی ظریف تری انلغزات از این میکشه بیرون که اون رفت پیدا میکنه به این پیر به این مرشد حالا به روایت شیعی شما اسمشو بذار امام خب میگه جوان مردا. این نه طاعت است که تو آن را طاعت میدانی طاعت خدای را باید دانش داز داشتن تو چون نماز کنی و روزه داری و صدق دهی طاعت مادر و پدر و اهل شهر خود و عادت خود و هوا و شهوت خود داشته باشی. شما اگه توی خانواده مذهبی دنیا بیاد طبیعیه که آداب و که اونها رو میگیری انجام میدی این که خدا برستی نیست که این که هنر نیست که خدای تعالی چون این میگوید و این او تحت دو اگه از او اطاعت میکنی هدایت پیدا میکنی نمیگوید تو تی او عادات و هوا کن تحت نمیگه که عادتتون رو اطاعت کنید هوای خودتون رو اطاعت کنید به هدایت میرسید نمیگه اگه گوش کنید که پدر مادرت به چی گفتن نمیدونم آخوند دهتون آخوند محلتون آخوند شهرتون نمیدونم منبری مثلا مسجدتون چی بهتون گفته به هدایت میرسید میگه اکنون چه تدبیر است تو را غم خود گرفته نیست دیگران غم تو کی خورند و هر چه به فرمان صاحب دلی کنی و تو قدر آن ندانی آن طاعت است آن هدایت است که العلماء و الانبیا و میت الرسول فقط عطا الله نیاز به ذکر نیست که وقتی عین روزات میگه علما اصلا مخصوص فقیه و مجتهد و اخوند و اینا نیست علما یعنی اهل معرفت علما یعنی اهل باطن علما یعنی آدمایی مثل ابو سعید ابو الخیر مثل ابو خرقانی مثل سنایی مثل کسایی که به این معرفت باطنی رسیدن از دیدین این آدم فقیه عالم نیست اون آدمی که شما میتونید ازش تبعیت کنید کسی است که پا جای پای رسول الله گذاشته من یوت رسول فقط عطا الله چندین گاه می نویسم چندین گاه است که می نویسم به فرمان باشی و تو هر روز مختلف تاری. یک رکعت نماز که به فرمان صاحب دلی کنی به از هزار رکعت که باعث بر آن عادت است و یک دینار که به فرمان به صدقه دهی به از هز هزار دینار که باعث بران ریا و سمعت و هوای نفس بود اینی که به شما میگه به هز هزار رکعت که باعث بران آن عادت هست یه چیزی بود که صوفیان خیلی راحت تجربه کرده بودن میگویند که ابو سعید اول خیر و گاهی اوقات مردم میدیدن که شبانه روزی هزار رکعت نماز میخونی این البته اعتمالا مال سالهای اولیه سلوک ابو سعید اول کرده و خیلی وقتا میدن یه ماه، دو ما سه ماه، پنج ماه، شش ما گذشته هیچ کس نیده این ابو سعید به نماز بیسته و البته آشکارا هم این کارو میکرد که صوفیای زاهد ظاهری بسیار براشفته میشدن از این کارهای ابو سعید و این میخواستن موقعیتش تخریب کنن دقیقا به خاطر همین کارهای کور انجام میداد من تمام میکنم اینجا با این نقل قول دیگری از نامه های که ربط داره به موضوع ما که البته به فهم از دین مربوط است میگوید جوان مرد و پنداری هرگز حرفی از قرآن خوانده ای به عادتی مزور قناعت کرده ای راه مردان که اسنام عادت را پاره پاره کردن دیگر است به راه مخنسان و نامردان و مدعیان که سنم عادت را معبود خود کردن دیگر که وقالو نعبود و فنزل لها آکفین انا وجدنا آباءنا على امه و انا على اثارهم لمهتدون اگر بر راه پدر بودن واجب بودی و راست بودی ابراهیم خلیل به راه آذر بودی هیهات هیهات نادان را بر امت دانا باید بودن و خاکیان را قدم بر قدم آسمانیان باید نهادن چنان که ابراهیم خلیل با پدر خود گفت یا عبت علمی قد جا علی من العلم ما لم یعتی کفت تبعنی اهد کسراتن جوان مبدا علم میراث سلوک است نه میراث پدر و مادر و من یج الله یجعل له مخرجا و یرزقه و و من حيث لا و بعد استدلال میکنه اینجا تعویل کردن این موضوع اینجا خودشونشون میده که میگوید که اگر و یرزق رزق معده بودی و تقوا معلق نبودی میگه اگر شما تقوا به ورزید خدا برای شما مفر و رزقایی مخرجی روزنه باز میکنه و از یه جایی که شما خیالشون نمیکنید به شما روزی میده بعد به شما میگه آقا این روزی روزی دنیوی نیست ها. فکر نکنید مال دنیاست ها. پولت پول زیاد میشه حقوقت زیاد میشه نمیدونم خونه بزرگتر پیدا میگه اصلا رزق معده نیست اگه بود بعد استدلال میکنه رزق معده ابو را بیش بودی که مصطفی را آن رزق سماوی بود نه ارضی و هو الذی یرزقکم من السماء و الارض باز به قران ارجاع میده رزق سماوی علوم است و علم از تقوا آید که وتق الله و یعلمکم الله اگه تقوا خدا معرفت بهتون میده علم بهتون میده لو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا و موقعی که این قضا از تقوا صحبت میکنه یه فهمی از تقوا داره که با این فهمه به تعبیر ساده اخوندی ملای فقیهانه زمین تو آسمون تفاوت داره یه فهمی از تقوا داره که اصلا شما نمیتونه بگی آقا برای فهم این تقوا ما دستمون بگیریم بخونیم یا رساله توضیح مسائل فلان آخوند بگیریم بخونیم میفهمه هرگز نمیفهمید با این این تقوایی که این روزات میگه که سمرش علمه و بعد شما سلوک میکنی بعد رزق پیدا میکنی یه چیز کاملا متفاوتی است با اون چیزی که به طور عادی یه فقیه ظاهری ممکنه به مردم بگی تقوا یعنی خدا ترسی این این خود این تقوا نیست این نکاتی که من تا اینجا گفتم وقتی من فکر کنم تمام شده دیگه اه اه خلاصه این آنتی کران میخواستم و در واقع عنوان کنم همون نکاتی بود که در اسلاید اول خدمت شما آوردم که از دید این صوفیان و فیلسوفان صرف تمسک به این مناسک یا صرف رعایت کردن این زواهر شریعت شما رو به رستگاری نمی‌رساند. شما نیاز به نگاه قیامتی و باطنی و تعویلی دارید که مغز و گوهرش اخلاق است و این اخلاق رو شما از رفض عادات از پشت کردن به این مناسکی که شما بهش عادت میکنید روح شما مغز شما دماغ شما کرخت میشه دیگه هیچ حساسیتی ندارید به اه, کجی ها ناراستی هایی که در دنیای اطرافتون اتفاق میفته و فکر میکنید رستگاری خودتون رو باید از این نجات بدهید خب پس نباشید خیلی ممنونم از اینکه حوصله کردید و سخنان بنده رو گوش دادید خیلی متشکرم دانشان خیلی خوب بود استفاده کردیم من اگر که کسی احیانا سوال داره همون گزینه رئیس هند رو بزنه در واقع من میبینم و میتونم بهش بگم که صحبت کنه ولی حالا قبل از اون که اگر فکر میکنم کسی هم فعلا دستش رو بلند کرده باشه من خودم یه چیزی میپرسم ببین یه مسئله الو میشنم شما خیلی سوال بپرسین امکانش هست بله بله بفرمین ممنون میشم ببخشید من تا جایی که متوجه شدم این عارفا میان راه شریعت و تر... یعنی سعی میکنم اینکه یعنی این راه درستی نیست برای رسیدن به حقیقت یا حداقل کافی نیست میخوام بدونم پس چه راهی رو باید رفت مثلا اونجایی که میگفت یه صدقه که با این شیوه بدی خیلی بهتر از هزار دیناری که یه جور دیگه بدی یا یه رکعت نمازی که به فرمان بخونی بهتر از هزار رکعت نماز دیگه است که بخاطر هوای نفس بخونی خب ما چه جوری میتونیم حالا یه رکعت رو به فرمان بخونیم یعنی اون راه درست رو چه میتونیم بهش برسیم؟ حرف هم به عنوان یه انسانی که حالا هم هوای نفس داره هم هزار تا عیب و ایراد دیگه همراهش هست چجوری میتونیم یه قدم نزدیک شیم به اون ایدئالی که حالا مد نظر این عارف هست ببینید من اولا به شما بگم که توی اون چیزی که من ارائه کردم هیچ جا اشاره نکردیم که رعایت مناسک شریع را اشتباهی شما به نتیجه نمیرسید تمام حساسیت این صوفیان و فیلسوفان و باطن من تصریح کردم در اون ابتدا که این در دایره مسلمانی اتفاق میفته و در دایره مسلمانی شما بالاخره مناسک دارید ازش گریزی نیست تمام صحبت اینها این بود که شما در این مناسک توقف نکنید در اینها نمانید حالا مثلا برای یه صوفی مثل این الغزات پیر مهمه مرشد مهمه برای یه مثلا شیعه امام زمانش مهمه حالا شما بگو شیعه اسماعیلی امام زمان اسماعیلی مهمه همین در گروه های مختلف معانی مختلف ده. این معنیش نیست که بقیه اینو ندارن یعنی شما مثلا من توی فضای دیگری ازش اسم ببرم خیلی اصلا آدمایی که توی فضای صوفیانه سیر میکنن تو فضای معنوی سیر میکنن مثلا من از از یکی از آدمای معاصر اسم ببرم آقای دولابی آقای امام اسماعیل دولابی یکی از آدمایی بود که دقیقاً این مشی صوفیانه رو به یه معنای مشخصی داد در این حال آدم مذهبی آدم متشرعی شیعه اسناشری هم هست این دقیقا مرز مشترک بین این هاست شما بین تمام اینا اینو پیدا میکنید یعنی اینی که من میگم این الغزات سنی شهرستانی مثلا دایی اسماعیلی است یکی مثلا شیعه اسناشری است مشترکات بین اینا رو در روی کرده ها که پیدا کنین مهمه این که آدم چجوری راه رو, رو پیدا میکنه من یه بخش ماجرا رو واقعا اجتماعی میبینم یعنی مال اسم نبردم من اینجا نقل نکردم از حافظ ولی به نظر من حافظی که چرایی مهمیه که نشون میده به ما که چگونه این دین ورزی ظاهری قشنگ میتونه آدم رو گمراه کنه اینی که میگه زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذار تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند میبینیم که توی زبان حافظ زاهد متون صوفی حتی متعونه به خاطر اینکه بعضی از صوفی چون در تصوف هم این آفت میبینه یادمی مثل زاهد یادمی مثل حافظ که میگه که این دینداری شما ما در زبان خود صنایع غزنوی اینو داریم دیگه توی میگه میگه که رنگ زباد فقر و باد فقه دین را هیچ نک تو همین قصیده مقام اهل میگه زباد فقر و باد و فقه دین را هیچ نکشاید میان در بند کاری را که این رنگ است و آن آوا گیروان کیا رو گرفته یک فقیهان رو گرفته یکی دیگه صوفیان رو یعنی صنایعی که خودش یه جور صوفی صوفیان رو ملامت میکنه میگه میگه که این فقر این،, این فقر باده میگه حرفه یه مش حرف دارم میزنن باد فقر رو باد فقر میگه این فقر این صوفیگری باده. باد هر باد هواس این فق ورزی اخوندان باد هواست میگه میان در بند کاری را که این رنگ است این صوفیانی که لباس آبی می پوشند ازرق پوشند که تو در زبان حافظ زیادی نمیبینیم بینیم میگه اینا رنگن اینا همه نمایشن Uh, میان در کاری را که این رنگ است و آن آوا این حرف میان توهیز، اونم اونم نمایش حالا پس این آدما وقتی که شما مثلا یک کتا مثل مولوی رو دارید که همین انتقادو میکنه مولوی هم از این انتقادو زیاد داره دیگه میگه که سوفیان چیز میکنه انتقاد ازشون میکنه اینا بالاخره قائل به این بودن که شما نیاز به هدایت باطنی دارید حالا یه عده شیخ پیر مرشد پیدا میکنن یه خودشون این راه رو را میرن ولی اصل اساسی اینجا اینه که شما متوجه باشی که این آداب شریعت تمام قصه نیست همون جمله که اون اول من آوردم که شریعت طریقیت داره موضوعیت نداره قایت نیست هدف نهایی نیست این خلاصه قصه است من یه کامنت خیلی بیشتر میخوام دایش بدم ولی نکته که حالا به نظرم اینجا خیلی مهمی که اشاره کنیم این اینکه قاعدتا میفهمیم که دین بعد از یه مدتی تبدیل به یه قسمتی از زیست روزانه و فرهنگ که به نظم یعنی به،, به, جامعه نظم میده میشه دیگه یعنی مثلا میشه تبدیل میشه به اینکه نرم ها رو تعریف میکنه یا اینکه درست و غلط رو تعریف میکنه و صرف این که مثلا ما بگیم که خب ابراهیم اگر به راه پدرش میخواست بره مثل آذر میشد خب این بعد تو پرانتز هم بگیم که یه اندازه کار سختیه که تو برخلاف اون نرم اجتماعی که در اطراف شکل گرفته بخوای رفتاره رفتار مثلا حالا بقول انگلیس دیوینسی این وسط داشته باشی نسبت بقیه و یه راه دیگه ای رو بری و این یه خورده یعنی میخوام بگم فراتر از گفتگوی درون دینی میشه و از وقت واقعا جنبه های هم خیلی مهمه حالا برای من جالب بود خودتان تو صحبتات کم و اینو حالا اگه تونستی یکم باسترش هم بکن که این نوع خانش از قیامت چجور باز برفت... بازتاب به رفتار اجتماعی خودش رو بازنمایی میکنه و بچه واکنش هایی رو برمیانگیزه حالا اینو اگر مثلا با مثال های بیشتری هم بتونیم بگیم قاعدتا یه سرشو میدونیم مثلا حلاج اینا خو که که میدونیم ولی نظرتون امروز هم میشه پیداش کرد یعنی تو زیست روز... روزانه امروز. بشر امروز هم قابل رویت آه بله اصلا مثال زیاد داره ببینید سال اصلی اینه که اگه قرار بود اینجوری باید میشه بازسازی کرد ماجر رو اگه قرار بود عین الغزات احمدانی تو زبان م... زمان ما زندگی کنه به چه زبانی صحبت زبان میکرد؟ چه حرفایی میزن؟ اگه قرار بود مثلا حلاج یا صنایع غزنوی تو زمان ما زندگی کنن چه جوری صحبت میکردن؟ خب ما بین توایف مختلف بین مذاهب مختلف مسلمان و حتی غیر مسلمان زیاد داریم اینا رو یکی دوتا هم نیستن یعنی مثلا اگه بخوام به ایران اشاره کنم به نظر من از دید از بین فوقه ها آقای منتظری یکی کس از کسانی بود که خیلی دستیکم توی این سالهای آخر عمرش خیلی خوب این ماجرای راهزن بودن جنبه های فقی رو میدید به همین دلیل بود که توجه میکرد به این دیدگاه یا مثلا این شاگرد برجسته آقای منتظری آقای خدای آقای قابل یکی از بهترین کساست که اینو نشون میده حالا من البته کما،, کما بیش از این جهت ها ممکنه من مثلا با آقای ملکیان اختلاف نظر داشته باشم به خاطر که آقای ملکیان خیلی کلانتر ماجرا رو میبینه خیلی ما من نمیخوام برچسبی و روش بزنم ولی فکر می که از اون دیدگاهی که مثلا آدمای مثل عین القصاد دارن آقای ملکیان خیلی فاصله میگیره یعنی خیلی تبدیل میکنه به سایکالوجی روانشناسی این آداب و مناسک شرعی رو ولی به نظر من زیادم بین توایف مختلف سنی گرفته شیعه گرفته اسماعیلی گرفته نمیدونم سنیای مختلف بینشون زیاد هستن چیزی که من فقط بهش حساسیت دارم اینه که به طور مشخص من فکر میکنم که بین صوفیان بین توایف مختلف صوفی اون میراث زنده تصوف علال خصوص تصوف خراسانی خیلی آسیب دیده یعنی شما کمتر پیدا میکنی که توی علال خصوص تصوف سازمان یافته خانقاهی سلسله مدار شما مثلا یه آدم خر را آزاده مثل ابو الحسن خرقانی یا نمیدونم ابو سعید ابو یا این قزات همدانی پیدا کنی یا مولوی پیدا کنی اصلا کلا این تیپ صوفیان آدمایی بودن که امرا میرسیدن لگت میزدن زیر میز کافر میگفتن آقا جمعش کنید مسخره بازیه میخواین ایمان داشته باشید میخواید اخلاص داشته باشید اصلا اینا قصه است شما وقت خودتون دیگران رو دارید تلف میکنید دارید سر مردم کلاه میذارید به همین دلیلی که وقتی حافظ میگه که انان به میکده خواهیم تا زیم مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن مستقیم گریبان واعظه میگیره کسی که میره پای پای منبر وعظ میکنه میگه آقا اینا از همه دوست ترن اینا از همه به در ترن اینا دارن سر مردم کلاه میذارن به خاطری که دارن منافع خودشونو با تولید میکنن دیگه این این ماجرا بود زمان خودمون داشتیم حالا من به سال امروزی بخوام بزنم از یه جنبه ای من فکر میکنم دکتر سروش اینجوریه یه نمونه شد الان مثلا توی فضای دیگه شریعتی مدلیه حالا اینا ممکنه با هم اختلاف داشته باشن یعنی شما مثلا شریعتی با سروش با هم اختلاف منظر دارن یعنی سروش منتقد شریعتی حساب میشه ولی وقتی شریعتی میاد مثلا پدر مادر ما متهمیم میگه مضمون خلاصه حرف شریعتی همینه دیگه تنش میگه آقا این دین اینه این دین نیست واسه ما یا وقتی مکار ندارم مثلا موقعی که شریعتی وقتایی به اسلام نگاه میکنه غیر تاریخی نگاه میکنه یعنی همش جوشش عاطفه است هیجان احساسه ولی یه نکته رو خوب تشخیص میده که این دین محمد افتاده دست یه آدمی که دمار از روزگار دین محمد در آوردن میگه آقا من نمیخوام این دین رو و تو روزگارهای مختلف شما به شریعتی بگی شما قیامتی هستی میگه مثلا فهم چی میگه ولی دقیقا حرف اونا رو داره میزن همون حرفی که صنایع تحویل ما میده شریعتی دوباره به زبان دیگه تعویل شما میده همون حرفی که فلان صوفی تعویل میده شریعتی هم تعبیل شما میده همون حرفی که فلان دایی اسماعیلی در علمات یا بعدا تعویل شما میده اینم تعویل شما میده منتها تا اگه به شریعتی بگی هفته اون یکی میگه نه با فرق دارم. دلش خیلی ساده است به خاطر شریعتی توی جامعه ای توی خانواده توی محیطی رشد کرده اون توی محیط دیگه رشد ولی آخرش یه جاهای نقطه تلاقی دارن همه اینها به نظر من این مشترکات اینجوری پیدا میشه کرد بینشون آره حرف درسته من فقط مثلا اینه که یعنی حالا مثلا سروشی که آوردی مثلا مثلا نقدی که من نظرم به سروش وارده اون میاد به دین دین مردم فرودست رو حالا دین مردم عادی رو نقد میکنه دیگه خیلی جدی اما مسئلهش یعنی این مسئله رو تو بستر اجتماعی خودش نگاه نمیکنه که اون دینه وقتی که با کانتکس اجتماعی گره نخوره و مثلا نتونه اون, اون میدونی این یعنی تو تو حرف تو بود اونجایی که میگفتی که آقا مساجد خب الان ما آمار داریم میدونیم که مثلا میزان رفتن به اعتقاف بیشتر شده مراسم این خیلی جدی گرفته میشه یا مثلا چیزهایی از این دست ولی از اون طرف تبدیل امرا... به امر... شده دیگه آره دیگه تبدیل به امر اخلاقی نشده از اون طرف یعنی میدونیم که به های اخلاقی جامعه رو نزول رو صعود نیست یعنی این تولید امر اخلاقی نکرده اما خب این از یک کانتکسی میاد دیگه یعنی مثلا وقتی اون کانتکسی که جوریه که به این سمت میبره نهایتا ام... نمیشه مثلا از اون آدم خواست که میدونی وقتی طرف نابرابری خودش رو میبینه نمیشه ازش بگی که مثلا اینو ندوز میفهمی میگن چی میگم میخوام میگم که لزوما این حرفا توی اون کانتکست اجتماعی خیلی وقت گم میشه آره به خاطر این مبنا اخلاق دیگه ببین من اینو فرصت نکردم این نمیشدم بحث خیلی گسترده تر بود من میخواستم در واقع دعوت قیامت اسماعیلی دوره علمو باز کنم و اونجا مدعای اصلی من اینه که گوهر دعوت امام اسماعیلی در علمو این بود که دین اساسا یه امر اخلاقی است خب شما اگه یه کاری کنی که این تبدیل به ضد خودش بشه ضد اخلاق بشه اونجا شما باید رو بپکنیش یعنی اگه همین اعتکاف و اربعین و فلان به همان تبدیل به چیزی بشه که بهش غیر اخلاقی اونم از یه محیط سوشال میاد یه محیط کلانتری یعنی شما مم. فضای اجتماعی و سیاسی جامعه رو موقعی که تبدیل به یه چیزی کنی که مردم به طور طبیعی و عادی بدون هیچ تکلفی دزدی کنن ما همدیگه رو بخورن یا در واقع برای اخلاقی زیستن به تکلف و در سر بیفتن خب نتیجش که شما از دین و از مناسک به عنوان چی استفاده میکنی؟ به عنوان تقرب به قدرت به عنوان پل ب... پلکان یا نردبان رسیدن به قدرت موقعیت اجتماعی داشتن یا راحتتر و بی درد سرتر دزدی کردن به تعبیری راحتتر و بی درد سرتر ریا کردن راحتتر و بی درد سرتر خیشتن خودت رو هوای نفس خودت رو اشباع میکنی خیلی هم دارد خود آقا ما که داریم کار دینداره میکنیم ولی روز به روز میبینی جامعه از اخلاق دورتر میشه روز به روز بیسیک ها یعنی ابتدایی ترین مسائل اخلاقی نادیده گرفته مردم راحت دروغ میگن مردم راحت بند خیانت میکنن ما رو هم دیگه و حقوق ضعفا رو نابود میکنن زن رو نمیدونم زنان رو نمیدونم کودکان رو نمیدونم توی دستان رو خیلی راحت هست میکنن و از بین میبرن بعد توی نظام سیاسی هم دست بر قضا هست که تمام ادعاش اینه که ما میخوام برای دین کارو بکنیم ولی تنها چیزی که گم شده اینه که یه خیلی مادره خیلی ساده شما به جای اخلاق گذاشتید قدرت شما به جایی که سر آستان اخلاق بسایی سر بر قدرت می‌سازید میگه هر اتفاقی بیفته, بیفته بیفته قدرت از بین نره اون برش به شما میگه آقا هر اتفاقی بیفته بیفته اخلاق شما حق نداری نابود کنی یعنی شما میگه آقا ببین این ما در قرآن هم داریم دیگه وقتی تو قرآن این ها... یکی دو تا آیه آیه خیلی محکمی هم داریم که قبله رو عوض میکنه مردم معترض میشن آخرش میشه میگه آقا این قبله نیست که مهمه این محمدی که مهمه شما یادتون رفته در درف من بهتون میگم آقا برو به این بر این نیست که روتونو به سمت مشرق کنی یا رو مغرب کنی بر اینه که آدم باشید که پدر سوخته نباشید که دوز نباشید این بندارم ساده میکنم دیگه یعنی پیغمبر اسلام اومد یقه اینا رو گرفت آقا تو خدا به پیر به پیغمبر عوضی نباشید آقا آدم باشید مال هم دیگه رو نخورید تقصه اینه حالا شما من نماز بکنم روزه فایده نداره برات دیگه اونم توی فضای اجتماعی رخ میده شما اگه فضای اجتماعی رو به شدت اشباع کنید از این شهوت قدرت خود مردم که مال اخلاق نمیره دیگه از راست میرسه کل به همین دلیل شما نیاز به یه کسی داری یه تکانی بده ببین مردم رو... مردم البته کار ساده ای هم نیست دیگه به خاطر که جامعه مقاومت میکنه بعدا در برابرش چون به ساختار قدرت گره خورده دیگه سوالی اگر نیست چیزی بپرسم من یه سوال بپرسم ام این ارتباطی هست بین طبیعت گرایی و گرایش به یعنی دقیقت گرایش به معاد جسمانی یعنی در طول تاریخ مثلا و افرادی که طبیعت گرا بودن تلاش میکردن که این معاد یه مسئله باشه که از نظر علم روز پلازیبل باشه یا توضیح توضیح بتونن بدن طبیعت گرا به کیا میگه مورد از طبیعت گرا کیا مراد نیست که نه آقا من نمیدونم چون من که تاریخ چیزی که نمیدونم که احتمالا افرادی باید باشن که قاعدتا نگاه بکنن به قوانین طبیعی یعنی یه صورتی هم که باورمند باشن به وجود قوانین طبیعی نه اینا ببین به طور کار چون ببین اینایی که اهل علمن خب عمدتا بین فیلسوفای یافت میشدن اونایی که باور داشتن به اینه که معاد معنوی روحانی هشت ارواح داریم هشت نفوس داریم تا هشت اجسال عمدتا فیلسوف مشرب بودن ما خیلی خیلی نادر بین فیلسوفان داریم که قائل به این باشه مگر این درد میگه آقا من کار ندارم یه قرآن یه چیزی میگه با وارد تحویل رو نمیدونم تفسیر همین هست من, با... با... من قاطع این قصه ها نکنیم خب؟ ولی عمدتا اونایی که پشت این موضوع میستدن فقیحانی بودن که دقیقا همین موضوع رو میگرفتن میگن آقا شما نست سری قرآن زیرش میزنه اتفاقا تو همین رساله اوساوی ابن سینا استدلال میکنه خیلی مفصل در رد اینه که آقای بخت نچراله چون ببین بعد موقعی که به تناسخ اینا میرسه میگه آقا شما میمیری نمیدونم خاک میشید این چرخه طبیعیه نمیدونم بالاخره ذرات تو در عالم پراکنده میشه این به نظر من خیلی متأخره یعنی کازمالوجی که کیهان شناسی که در اون دوره ها راهنمای فکر صوفیان فیلسوفان اینا بود این کازمالوجی امروزی نیست یعنی من فکر میکنم که امروز فارغ از این بحث قیامت باطنی که دارم میگم اون هشت اجساد اینا را دارم میگم احتیاج به یه آپدیت شدن یا بروز شدن دانش رشدی داره اینی که شما اسمش رو میذاری نچرالیزم به نظر من فهم دیگری از بیولوژی رو نمیدونم اینی که آدمیزاد تو کره زمین چه اتفاقی برای جسم و جسدش میفته که یه مجموعه مختلفی از شیمی و نمیدونم فیزیک و کیهانشناسی و ایناست بیه یعنی در واقع در کنار الهیات حرکت میکنه و اتفاقا من فکر نمی کنم این هیچ تعییدی باشه بر این روایت ظاهرگرانه فقیهانه از در واقع معاد جسمانی مشکلات دیگه بر میخوره یعنی یعنی نمیتونم من تنها چیزی که تنها شباهتی که بین اینا میبینم اینه که آدمایی مثل ابن سینا یه تفاوت قائل شده بودن بین نفس و روان آدمی و اون چیزی که بهش میگن روح چون روح چیزیه که توی قرآن میاد و ما دقیقا نمیدونیم چیه ولی اینا اومدن از یه چیزی اصلا به اسم روان این روانه که این تن آدمی رو راه میندازه حرکت میده خب و این روان بقا داره برای خودش این روانه که بیاد بیرون شما دیگه خاکی به درد نمیخوره خاصیتی نداری میپوسی تباه میشه و این روان دیگه بر نمیگرده این روان در ارتقاء یعنی موقتا اومده تو این تن بعد از این تن میره بیرون و سود میکنه دیگه بر نمیگرده اینجا راه نمیره از دید آدمی مثل ابن سینا چون خیلی خیلی عجیبه یعنی من فکر میکنم مثلا ابن سینا شاید در وقتش ساینتیست بوده باورمندیش به یعنی رد مواد جسمانی یکم عجیب عجیبه یعنی برای دقیق توضیح این مسئله چون از نظر علمی و با توجه به اینکه درگیر بوده با قوانین طبیعی با تبیین قوانین طبیعی احتمالا مواد جسمانی باید براش یه یه فرضیه در حقیقت معقولتری تری می بوده ولی خب جالبه این دیگه بک‌گراند اون ببین اون دیدگاه علمی ابن سینا خیلی متاثر از دیدگاه یونانی درسته که اینا تاکید اینا تغییراتی درش اعمال میکنن یعنی شما نمیتونی نقش ارسطو و افلاتون رو در صورت بندی که ابن سینا از این مقولات میکردن نادیده بگیری ارسطو و افلاتون خیلی کلیدی هم براش دیگه حالا درسته خودش تغییراتی درش میده ولی اون کیهان شناسی این نکاتی که تو داری میگی درش وجود نداره <تص> که قول به معاد جسمانی درش بود چون میگه دیگه در همون ابتد... ابتد ببین البته این... اینو بگم آه. که وقتی من دارم میگم که ابن سینا معاد جسمانی رو میکنه معنی باورش به معاد روحانی نیست چون تو همون مقدمه ای که در واقع مصاحب مختلف در روی معاد بررسی میکنه میگه که در سایان قائل به معاد روحانی هن. میگه همه چیز روحه ابن سینا یه فهم خیلی پیچیده از این داره میگه اگه ما داریم میگیم این در برای روح محض صحبت نمی کنید در شما اسم تو خیال خب ایمجینیشن یه چیزی اینجوریه نه جسم خالصه نه روح خالصه که حالا شما در قرآن پیدا می کنید این, این جز اون چیزهای بخشای فکر ابن سیناس خیلی نکاویده است یا مفصل شما در باید کسی کار نکرده به زبان امروزی می درزه میکنه خیلی جای بحث داره البته ولی من واقعا فکر می‌کنم که این نگاه به اینه که بعد از مرگ آدمی چه اتفاقی میفته این البته فرق داره با این بحثی که من کردم چون این خیلی اجتماعی تر بود ناظر به در واقع تکامل شریعت و نمیدونم آداب و مراسک دینی و جنبه های اجتماعی ماجرا بود اون ماجرا که بعد مرگ چه اتفاقی میفته واقعا نیاز به بحث بیشتری داره و نیاز به بروز شدن داره نیاز داره به اینه که به علم روز تکیه کنه به کازمالوجی امروزی بشر تکیه کنه و این نگاه تازه ای در واقع این ماجرای بعد از مرگ داشته باشه باشه. باشه باشه. در... من یه سوالی از دانش بپرسم یک کمی سوالشو یک کمی اگه بتونه باستر کنه من سوالش به نظرم جالب اومد و یه نکته هم که عجیب بود که داریش ازش صحبت نکرد ناصر خسروه من یه همچین کانسپتی رو اصلا اولین بار از ناصر خسرو شنیدم یعنی از زبان اوست که میگه این چون این کس به هشت زنده شود تیز بر ریش مردمه البته اون شعر من میگم منسوب به منسوبه همه همه اینایی که یه کمی چیز منسوبه دیگه نه خب اون بحث ادبی شده ده. ولی خب شعر افر... اینو ناصر به بجز... داره دیگه به جز این هست دیگه جای دیگه هم از بحث بحث بهشت و اینها که میکنه که یه توصیف به قول معروف مادی از بهشت برای گاوان و خران است و اینها آره اون تو جایی دیگه اون حالا رسط رسط. حالا اگه بزنیم اگه موافق باشین من دوست دارم دانش کمی سوالش رو چیزتر کنه بازتر کنه و با... اگه موافق باشی بازم از منظر ناصر خسرو اینو توضیح بدی ممنون میشم اگرم مخالفید که دانش از منظر ناصر نمیدونم خسرو من که نمیدونم شده ناصر خسرو چی نه نه سوال تو گفتم یه کمی تکرار کن یا یکم بازترش کن نه من فکر کنم جواب گرفتم خب این به،, به دقیقت خیلی برای من بی سو... سوال بی جواب مونده کمی داری چون شما شما احتمالاً باید آخه سوالی که دانش اون چیزی که علی میگه فرق داره بله فرق داره با اون چیزی که اون اون چیزی که علی میگه خیلی نزدیک به کمابیش همون نگاه خیام چون خیام هم کمابیش اینجوری به ماجرا نگاه میکنه مونتا برداشتی که از من موافق نیستم با ایده که ای خیام رو یک سره منکر در واقع میدن چون ببینید یه چیزایی که با تفکیق قائل بشیم اینه که تو تمام این بحثایی که کردیم اینایی که من نقل قول کردم همه اینا علل اتفاق قائلا به اینه که آقا شما یه کارای انجام بدی جوابشو میگیری حساب کتاب داره اینجوری نیست که هر کار کردی به حساب کتاب باشه هیچ کدومش هم اعتقادی نداره منطقه اونا که مخالف اینا بودن میگفتن آقا شما اصلا از بیخ منکر بعث و ثواب و عقابی اینکه نقلای خیلی جدی که غزالی به ابن سینا وارد میکنه یعنی حمله یه سنی اشعری مش... مسلک خیلی ارتودکس به یه فیلسوف نوافلاتونی مثلا مششایی مثل ابن سینا اینه که اینا اصلا اعتقاد به بعث و هشت و ثواب و عقاب نداره میگه نه آقا کی هم چه حرفی زده من دارم میگم شما ماجرا رو غلط فهمیدین من قائل به هشت جسد نیستم معنیش نیست که قائل به حساب کتاب یه جور دیگه میگه قائل به حساب کتابه در که غزالی به شما میگه شما اگه قرار باشه ثواب بشی عقاب بشی باید اصلا با همین تن محشور بشی تا ثواب و عقاب بشی خب اینا ردش میکنن بعد حالا خیام به شما میگه که آقا این نمیدونم این این ای که شما دارید میبینید قبلا نمیدونم سر و دست یه نگاهی بوده این میشه یه جوری نشرالیسم که خیلی به تناسخ به یه نزدیک میشه میگه که قانون بقای ماده است دیگه ماده به این نمیره همچنان هست که دهریون ما البته اینجوری اعتقاد داشتن اینا معتقد بودن که آقا اینه که شما فکر کنید قیامتی اتفاق میفته بعد این زمین از بین میره این ستارگان نابود میشن نیست آقا این همچین وجود داره این عالم ب... ب... از این نگاه مثلا اه 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 اختر فیزیکی رو نمیدونم که هان شناختی نگاه یه جهانی که همین داره منبسط میشه همین کش میاد همین گسترش پیدا از بین نمیره هست هی که های تازه بیکش میشه ش... شما چون توی عالم محدود زندگی میکنید نمیبینید که کجاست و این جهان ماده همچنان ادامه پیدا میکنه از بین نمیره حالا یه هم فلسفیش کردن گفتن آقا چون خدا آفریننده است این آفرینندگی خدا هیچ وقت متوقف در این جهان چه بین نمیره این ماییم که از بین میریم ماییم که نابود و این ما ما جسده اینجاست که ابن سینا میاد میگه که آقا شما مردم رو فقط همین قالب میدونید همین کالبت میدونید در اون چیزی که شما رو انسان میکنه و مردم میکنه. این تن شما نیست که این جان شماست این نفس شماست که به شما شهن آدمیت میده و اون نفسه که بقا داره حالا شما بگو این نفسی که شما داری به خاطر این تعلقت به جهان مادی به خاطر اینکه به تعلق به جسم به خاطر اینکه یه جای خاصی به دنیا اومدی آب و نمیدونم و باران تمام این چیزها به رشد و پرورش نفس شما به این شکلی که الان هست یه اثری داشته خب داشته دیگه اینو همه هم میتونن نشون بدن به یه ساینتیست بدی قشنگ میتونه نشون بده که اگه شما مثلا در عربستان زندگی کنید تو خصوصیات فیزیکی چقدر تغییر میکنه تا اینکه مثلا در چه میدونم اسکاندیناوی زندگی کنید هورمونات چجوری جوری کار میکنه تو بدن خب اینا علم میتونه اینا رو نشون بده دیگه خیلی البته بحثش مفصله به همین دلیل من فکر میکنم از موضوع بحث ما خود خارج میشه چون من سعی کردم با همون اسلاید اولی بگم که خارج از این موضوع دارم صحبت میکنم این بحث جلسه دیگری باشه ممنون از داروش و علی و دانش یا آقای علی اعلی چیزی پرسن من نفهمیدم راستش اگه خودشون میکروفونشون روشن کنن از داروش مستقیم بپرسن فکر کنم بهتر باشه میخوایم من از رو بخونم یکی امکان نداره که مثلا چیز بکنن از من پرسیدن که عارفانه یا صوفیانه علامت سوال آن چیزی است که میان اینها مشترک مییابیم علامت سوال نفهم ما یعنی گذاشتن بین عارفانه یا صوفیانه سلا بود اینه آره ببین من اینا, اینا رو را... اه... یه تا حدودی ب... ب... خواستم هم جوری... بدون دقت خیلی زیاد بکار کار ولی واقعا مد نظرم یه چیزی بود اون چیزی که مد نظرم بود این بود که بین تصوف خانقاهی سلسله ای که در نهایت متعلقش حفظ ساختار قدرت با یه عرفان و تصوف آزادواری که بین آدمایی مثل ابو سعید عبو الخیر و خیر و ابو الحسن خرقانی و نمیدونم با یزید اینا پیدا میکنیم باید تفاوت گذاشت یعنی مثلا از دید من تصوف نعمت اللهی که خیلی درگیر سلسله بازی و خانقاه و این روابط خیلی اجتماعی که هایرارکیکاله یه جایی گیر میکنه ببینید این اینی که به مشکل برمیخوره همون اول هم کمابیش او بیش هم اصر الله ولی ما در زبان یا آدم مثل حافظ آشکارا اینو میبینیم دیگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن همه میدونیم که این پاسخ حافظه به اون قصیده مشهور شاهنامه الله ولی که شاهنامه و... شاهنامه الله ای داره که ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم میره تا آخرش که خیلی از موضع پیر و مرشد مطلق که ما چنین میکنیم و چنان میکنیم و من آنم که نمیدونم چرخ و برهم زنم این حرفا خیلی در مقام شته بعد شما این حرفا رو میذاری جلوی که مثل حافظ حافظ اصلا اول مسخره میکنه اصلا اول دست میدازه یا آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا به وقت که گوشه چشمی به ما کنند دردم نفته بهز طویبان مدعی باشد که از خزانه قیبش دوا کنند چون حسن عاقبت نو رندی و است آن به که کار خود به عنایت رها کنن و بعد اونجا داره به شما میگه که معشوق چون نقاب زرخ در نمی کشد هرکس حکایتی و تصور چرا کنن که تمام حرفایی که شما بافتی حکایت به تصوره پیال بافی دارید میکنید اصلا رخ اون معشوق نهانه تو اصلا کی هستی که بیایی بگی آقا ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم یعنی حساسیت آدم صحافظ اینه که به محض اینکه اندک بویی از نخوت معرفتی به مشامش میرسه همونجا مسخره میکنه دست میندازه حالا چه زاهد میخواد بگه چه فقیه میخواد بگه چه فیلسوف میخواد بگه چه صوفی میخواد بگه این حریت رو من اسمش میذارم حریت عارفانه که با اون نگاه صوفیانه تفاوت داره حالا شما بگو صوفیانه نمیدونم اهل ذکر اینا دیگه مناسکه خب من از حیث دیدگاه مناسکی واقعا فرقی نمی بیدم که یه آدم متشرع سه و چهار و پنج و بر نماز بخونه یا یه آدم صوفی بگه آقا من میرم چله نشینی میکنم ذکر میگم هر جفتش اگه شما این نگاه سلف ریفلکسیو این نگاه انتقادی به خود ازش بکشی بیرون هم اون ذکر گفتن صوفیانه در دلوزه خودت خودش میشه همین نماز روزه متشرعانه متنسکانه زاهدی هر جفتش میتونه تبدیل به ضد خودش بشه چون شما اینو به عنوان قایت میبینی به عنوان هدف میبینی فرقی نمیکنه دیگه این ت... صوفی ب... این چه صوفی باشی یا نمیدونم ظاهری باشی این چه فرقی ندارم من هر مثل هم در هیچ راه مفرقی وجود نداره رستگاری در این نیست که شما صوفی باشی یا نمیدونم متشرع باشی یا نمیدونم سنی باشی اسماعیلی باشی اسنا باشی نگاه اون متعلق اصلی اینه که شما بتونی یقی خودتو بگیری جلو آینه وایستی بگی آقا حاصل کارگه کن و مکان این همه نیست بالا پایین هستی رو بزنی آخر شما خاکی نابود میشی فردا که از این دیر فنا در گذاریم با هفت هزار سالگان سر بسریم این خداگاهی مرگاگاهی رو بتونه به طرف بده این فروتنی معرفتی رو بهش بده دست درده کنجانشان خیلی ممنون اه... کردی وقت گذاشتی فایل صوتی این جلسه رو مثل جلسه های پیشین دوستان میتونن تو کانال ما پیدا بکنن هفته آینده هم آقای متیو فرزانه صحبت میکنن با موضوع زنان در جنگ هشت ساله ایران و عراق هفته بعدش هم خانم سهر مرانلو از دانشگاه کن حرف میزنه و بعدش دیگه احتمالای که یه مدت تعطیل جلسات به خاطر تعطیلات کریسمس و بعدش دوباره در ژانویه ان شاءالله خدمت دوستان خواهیم بود خیلی ممنون که وقت گذاشتین و تشریف آوردین باز دوباره تکرار میکنم اگر احیانا پیشنهادی یا نظری یا کسی رو فکر کنیم لازم ما دعوت بکنیم حتما به من یا به یکی از دوستان از این طریقی پیام بدین ما حتما پیگیری میکنیم که اگر بشه دعوتشون بکنیم ممنونم از همه شب همگی بخیر وقت همگی خوش خیلی ممنون خدا حافظ